پرسین سوالی نیست از بحثای قبلی؟ مثلا صدای من میشنوین؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. من فرض رو بعدی میگیرم که بس سوالی نیست دیگه از جلسه قبل و نکته‌ای نیستش. خب بحث امروزمون درباره صفات خداست، اینکه خدا به چه ویژگی‌های متصف میشه و چه ویژگی‌هایی داره. و قبل از اینکه ما وارد بحث جزئیات بحثمون بشیم، من یه توضیحی بدم در باب اینکه چرا توی اون روایت کلانی که از کتاب هست الان به این موضوع و به این بحث صفات میرسیم. اگر خاطرتون باشه ما توی جلسات قبلی توی این کتاب عقل و اعتقاد دینی اول از این شروع کردیم که اصلا فلسفه دین چیه و بعد به این پرداختیم که تجربه دینی چیه و بعد اون تجربه دینی رو گفتم این فصل به نظر میسه جاش اینجا نیست، تجربه دینی رو فعلا بذاریم کنار. اول به این پرداختیم فلسفه دین چیه و بعد به این پرداختیم که انسان وقتی قرار باشه عقلی به سراغ دین بیاد جایگاه عقل در مقوله دین کجاست، و اینو توی فصل سوم بررسی کردیم. حالا نکته اینجاست که توی اون رویکرد تحلیلی که نویسنده ها توی کتاب انتخاب میکنن، این یه مبناست که قبل از این که شما شروع کنی به هر مقوله‌ای بپردازی، اول شروع کن ترم ها و واژگان کلیدی اون حوزه رو تعریف بکن. اول ببین که فارغ از این که اون ترم ها درستن غلطن، متعلقشون وجود داره یا وجود نداره، اصلا ببین خود اون ترم دقیقا یعنی چی. اینجا این فصل دقیقا داره این نقش رو ایفا میکنه، یعنی میخواد بگی که ما وقتی میخواییم درباره خدا صحبت کنیم کاری نداریم که اصلا خدا وجود داره یا نه. اصلا وقتی از خدا صحبت میکنیم خدا، این مفهوم خدا چیه، حدود و صغور این مفهوم چیه و چه چیزهایی چه ویژگیهایی رو دربر میگیره چه ویژگیهایی رو دربر نمیگیره. اگه قرار باشه درباره مفهوم خدا فکر کنیم باید چه تصویری چه تصوری به ذهنمون بیاد و اینها. این میشه محتوای این فصل چهارم. کلیت این فصل، حالا یه سری مقدمات بحث، این مقدمات بحث رو یه بخشش توی خود کتاب هست یه بخشش نیست و من یه سری مقدمات رو قبلش میگم که بحث یه مقدار روشن‌تر بشه و بعد طرح مسئله صفات الهی رو میکنم که وقتی ما از صفات الهی صحبت میکنیم چیه، و بعد یک سری از صفاتی که عمدتاً ادیان توحیدی به خدا نسبت میدن و بعید میدونم که شما خیلی باش آشنا نباشید رو توضیح میدیم، خیلی توضیحات مختصری. این صفات رو احتمالاً شما اگر در حد کتابای معارف اسلامی و بینش و دین و زندگی و اینها هم با مقوله الهیات و کلام و فلسفه دین سر و کله زده باشین، احتمالاً با این مفاهیم و این صفات آشنایید. و بعد دست آخر من یه روایت دیگه ای میدم. این روایت خیلی روایت متفاوتی نیست، ولی به نظر من روایت غالب توی سنت کلامی ما در باب صفات خدا و بالکل ساختار کلی کلام و اندیشه اسلامیه که بعد اون رو حالا میگم و ببینیم که چی میشه. یه نکته من همینجا بگم قبل از اینکه وارد بحث بشم، چون ممکنه وسط بحث یادم بره. ما فصل جلسه بعد که قراره درباره فصل پنجم حرف بزنیم، فصل پنجم و فصل ششم اگر اشتباه نکنم، فصل پنجم و فصل ششم دو تا از فصلهای خیلی چگال ما هستن، خیلی مباحث روش چگاله و هم خاطر هر کدوم از اون فصلها تو دو جلسه بحث میشه و فصل پنجم تا انتهای برهان وجودی ما بحث میکنیم و تو جلسه بعدش تا آخر. فصل ششم که حالا رسیدیم میگم تا کجاش
ما جلسه بعد بحث می‌کنیم. یعنی اگر می‌خواید کتاب رو مطالعه بکنین، فصل پنجم که برای جلسه بعده تا انتهای بحث برهان وجودی مطالعه بفرمایید. اصلا مطالعه می‌کنین؟ به نظر من اگر مطالعه نکنین موضوع و فرصت خیلی مهمی رو از دست میدین اگر مطالعه نکنین، چون بدون مطالعه ممکنه تصویر اجمالی دستتون بیاد، ولی اگر مطالعه نداشته باشین نمیتونین نهایتا ادعا بکنین که کتاب عقل و اعتقاد و دینی رو خوندین. و این کتاب یک کتاب شاخصیه، برای خوندنش حالا یه ذره وقت بگذارید. تا اینجا سوالی نیست درباره چیزی که تا الان گفتم؟ نیست. حالا همه کپی کنید، نه ممنون. خب من یه سری مقدمات بحث رو عرض میکنم خدمتتون. یکی بحث درباره چیستی و هستیه که حالا میرسم میگم، و اینکه خب حالا این بحث چیستی و هستی رو از کجا باید شروع کرد، و بعد یه تفاوتی بین خدای ادیان و خدای فلاسفه رو میگم که توی این فصل یه مقدار متبلور میشه، و بعد انواع رویکردهای دینی در قبال این چیستی و هستی و اینها رو مطرح میکنم. این میشه مقدمات بحثی، بخشش توی کتاب هستی بخشش نیست. اولین چیزی که مهمه برای ما اینه که شما وقتی با نگاه دقیق فلسفی به یه ابژه نگاه میکنین، اون ابژه تو جهان خارج یه شیء واحده، یه شیء یکس، ولی توی اون نگاه دقیق فلسفیتون شما تو ذهنتون بین دو تا بعد این تفکیک قائل میشید. یه سری ویژگی هایی رو کنار هم میگذارید، میگید این ماهیت این شیء، و یکی هم که این شیء وجود داره. حالا مثلا اینجا اگه فرض کنیم این سیمرغه، یه سری ویژگی هایی مثل این که دومی دارد و پرنده است و دو تا پا داره و منقاری داره و اینا ویژگی هایه، و بعد یکی هم وجود داشتن یا نداشتنشه. فلسفه درباره این یه سری بحث هایی میکنن. حالا اگر شما با بحث فلسفی آشنا باشین احتمالاً دیدید و شنیدید این بحث ها رو، ولی اجمالاً من میگم که فلسفه سری بحث هایی میکنن که در نگاه اول ما بین این دوتا تفکیک میکنیم. حالا ممکنه بعضی از فلسفه بگن که غلطه ها این تفکیکه، ولی اجمالاً اکثر فلاسفه قائلن که ما وقتی با اشیا مواجه میشیم، اون چیستیشون که ماهیتشونه، اون رو با هستیشون، از هستیشون که وجودشونه جدا میکنیم. و هم خاطر میتونیم یه سری اموری رو تصور بکنیم که وجود ندارند، مثلا تکشاخ، و یه ماهیتی براش قائل بشیم، میگیم تکشاخ یه اسبیه، این ماهیت هم جواب ماهوه و ماهیه دیگه، چیستان. یه تکشاخ رو میتونیم یه اسبی رو تصور کنیم که یه شاخی داره و فلان، ولی در عالم خارج وجود نداره. و برعکس، بله ضبط رو فهم، و این دوتا ما از هم جدا میکنیم. میتونیم چیزهایی رو تصور کنیم که وجود ندارن، و صرف ماهیت دلالتی بر وجود داشتن یا نداشتن نداره. خب نگاه بکنید، همینجا این تفکیکه میاد توی مسئله خدا هم خودشو نشون میده. یعنی ما الان وقتی درباره خدا صحبت میکنیم، فارغ از این که خدا چیست، میخواییم درباره مفهوم خدا صحبت کنیم. اینجا کلمه ماهیت رو فلاسفه یه مقدار گیر و گور دارن که آیا ما میتونیم کلمه ماهیت رو برای خدا به کار ببریم یا نه. اون گیر و گور رو فعلا بگذاریم کنار و سر اون دعوایی نداشته باشیم، و ماهیت رو فعلا معادل این کلمه نیچر بگیریم فعلا. و ما میخواییم در باب ماهیت و مفهوم خدا صحبت کنیم، فارغ از اون دعوایی که مخصوصا فلاسفه اسلامی دارن و معتقدن که خدا ماهیت نداره. و به خاطر فصل حاضر که بحث در باب صفات و ویژگی های خدا، در واقع بحث در باب این که میخواییم اون نیچر الهی رو بشناسیم. این حالا فرض کنیم طبیعت الهی، ماهیت الهی رو میخواییم بشناسیم. خب وقتی ما میخواییم یک چیزی رو که نامعلوم ناشناخته است برای خودمون بشناسیم، اول از کدوم باید شروع بکنیم؟ از چیستی باید شروع کنیم یا از هستی؟ خب یه بحث خیلی رایجی هست که ما وقتی میخواییم
در باب هر امری غیر از خدا البته شروع بکنیم، میریم سراغ چیستیش. اول باید ببینیم که حدود و ثغور مفهومیش چیه، یه تصویر درستی ازش تو ذهنمون داشته باشیم، بعد این سوالو بپرسیم که آیا این وجود دارد یا نه. اون لینکی که من تو این فایل فایل پی دی اف گذاشتم، الان البته شما اینجا نمیتونید بازش بکنید، اگر فایل رو دانلود بکنید میتونید باز بکنید. اصول مطالب در منطق، یه بحثی ما تو منطق داریم که وقتی شما با یه امر ناشناخته ای در ابتدای امر مواجه میشید، چجوری شروع میکنید شناختتون نسبت به اون رو تکمیل میکنید. یه رده هایی هست، مطلب ما، مطلب حل، نمیدونم فلان، حل مرکب، حل بسیطه و این هاست که اونا رو برید بخونید تو اون هم اصول مطالب. ولی خلاصش اینه که ما وقتی میخوایم در باب یک امر ناشناخته به دانش برسیم و شناختمون رو گسترش بدیم، اولا از چیستی اون شروع میکنیم، میم حدود و ثغور مفهومی اون رو مشخص میکنیم و بعد بحث میکنیم که آیا اون وجود داره یا نه. اما ما وقتی به سراغ مفهوم خدا میرسیم با یک گیروگوری مواجه میشیم. این همونی که قبلتر گفتم. چرا؟ چون غالب فلاسفه، عمدتا فلاسفه که این تفکیک رو قبول دارن، وقتی درباره خدا میخوان صحبت بکنن، غالب فلاسفه امروزی عمدتا معتقدن که خدا صرف الوجوده، وجود محضه، صرف الوجوده و ماهیت ندارد. من خاطر اگر شناخت ما قرار بود از چیستی شروع شه، چون خدا ماهیت نداره پس نباید احتمالاً چیستی بر خدا در نظر بگیریم. اما اینجا این بحث رو خیلی فلسفی نگاه نکنیم، یعنی با بن فلسفی، بلکه الان فهم می‌خوایم ببینیم که انسان وقتی میخواد درباره خدا صحبت بکنه چه حدود و ثغوری در مفهوم خدا داره و چه چیزهایی به ذهنش متبادر میشه. می‌خوایم درباره این صحبت بکنیم، اینکه این آیا یک ماهیت به اون معنای عمیق فلسفی یا نه، اصلا همچین بحثی نداریم. میخوایم ببینیم که انسان وقتی کلمه خدا رو میشنوه چه مفهومهایی در ذهنش متبادر به ذهنش متبادر میشه. این میشه مسئله، حالا این چیزی که تو این فصل میخوایم باش بیشتر سر و کله بزنیم. نکته بعدی اینه که خدای ادیان و خدای فلاسفه حالا الهی تفاوتهایی با هم دارن. من اجمالاً قبلش یه نکته‌ای رو تذکر بدم. اگر شما یکی از اپیزودهای لوگوس رو بذارید من دوباره ببینم چه کدوم اپیزوده. اپیزود 28م، فهم و قول چراغ خائن. فهم و قول چراغ خائن. این اپیزود اگر یه نگاهی بهش بندازید، من اونجا درباره یه، من یاد نمیدونم حالا دیدید یا نه، حالا میزنم اپیزود 28م، بعدا یادم باشه اینجا لینکش رو هم بذارم. تو اینجا من یه بحثی رو باز کردم، گفتم که فهمیدن یعنی این که شما بتونید روابط بین اجزا رو توضیح بدین و یه روایتی ازش داشته باشین. بعد فلاسفه هم تلاششون بر اینه که بیان بگن ما عالم رو میفهمیم، میتونیم روابط بین عالم رو توضیح بدیم، بگیم که چه چیزی منجر به چه چیزی میشه اینها. و بعد فلاسفه الهی یا حکمای الهی کیان؟ اینا کسانی هستند که میگن ببین هستی، عالم یه چیزیه که این در نهایت به خدا منتهی میشه و من زمانی میتونم بگم که عالم رو فهمیدم و به اون فهم عالم دست پیدا کردم که بتونم روابط اجزای عالم و خدا رو توضیح بدم. احتمالاً اگر شما یه سری بن فلسفی داشته باشید، یعنی پیشینه فلسفی داشته باشید، احتمالاً مفهوم علت و علت العلل و اینجور چیزها رو شنیدیم. انگار که حکمای الهی میخوان ساختار عالم رو بفهمن و توضیح بدن و چون الهیان، یعنی ویژگی الهی دارن، میخوان این رو در انتساب به خدا بر اساس وجود خدا توضیح بدن. اگر این ایده رو مد نظر داشته باشیم که فهم فلاسفه چیه، فلاسفه دنبال فهمیدن چی هن و فلاسفه الهی دنبال فهمیدن اون چیز بر اساس خدا هستن، اون موقع بین خدای ادیان و خدای فلاسفه در نگاه نخست یه تفاوتی ایجاد میشه. اون تفاوت چیه؟ خدای ادیان
خداییه که متدین ها اینجوری میپرسن که اون چیه که سزاوار پرستشه، یعنی قید پرستیدنیه اینجا مهمه. ولی تو خدایی که فلاسفه و حالا مشخصا فلاسفه الهی دنبالشن، بیشتر با این سوال دارن کلنجار میرن که اون چیه که من میتونم هستی رو باهاش توضیح بدم. و هم خاطر شما وقتی میرید سراغ این مباحث فلاسفه، میبینید که مثلا اون چیزی که فلاسفه الهی تحت عنوان خدا میگن، مثلا توی تالس مثلا ذیل مفهوم آب متجلی میشه. تالس میگه آب اساس و اون مادت المواد عالمه. یه سری میگن عناصر اربعه است. این که چه چیزی اساس عالمه و میتونه عالم رو توضیح بده، این یه چیزیه که فلاسفه دنبالشن و فلاسفه الهی دنبال اینن که این رو بر اساس خدا توضیح بدن. اما خدای ادیان اون چیزیه که دیندارها دنبالشن با قید قابل پرستیدن، قابل پرستیدن بودن، دنبال یه چیزی هستن که شأن پرستیدن داشته باشن. این که پرستیدن یعنی چی و شأن پرستیدن یعنی چی به نظرم خیلی سوال مهمیه و بعدتر حالا باید با هم درباره‌اش صحبت بکنیم. آقای دهخانی چی؟ من دارم میگم غرض پرستیدن، یعنی این پرستیدن است، یعنی شناخت برای پرستیدنه، یعنی شناخت اون چیسته که در واقع غرض اینه که باید شناخته بشه. توی هر دوتاشون اون چیسته داره میگه که آن چیز که باید بشناسیمش. اما تو خدای ادیان غرض از شناخته اینه که ما بتونیم بپرستیمش و شأن پرستش براش قائل باشیم. پرستیدگی بودن، پرستیده بودگی، اینجوری بگیم پرستیده بودگی براش قائل باشیم و پرستیدنی. و خدای فلاسفه میگه ما این رو میخوایم بشناسیم تا جهان رو توضیح بدیم. و البته خب ممکنه در یه جای این دوتا به هم ختم بشه. مثلا چی؟ مثلا یه کسی معتقد بشه که آن کسی که اساس عالم است پرستیدنی است. خب اگر یه کسی همچین حرفی بزنه، انگار خدای ادیان و خدای فلاسفه داره با هم جمع میشه دیگه. ولی خدای ادیان لزوما قرار نیستش متدین باهاش به شکل فلسفی عالم رو توضیح بده. این نکته خیلی مهمیه. هرچند یه جاهای اینا ممکنه دو هم منطبق بشن، ولی فی باد الامر در آغاز نسبت به هم یه تفاوتی دارن. با این اصاف آیا دهخان جوابتون گرفتین؟ این جواب تکمیل بود؟ خب یه تقسیم بندی هم اینجا هست. تیزم، خداباوری که قائلند به این که خدایی هست، و سان یعنی خدایی خدای واحده، یه خدای شخصی واحد ایناست که حالا یه مقدار درباره صحبت میکنیم. پانتئیزمه که وحدت وجود عمدتا میگن. و یکی خدا فراگیردانیه که من حقیقتا خیلی متوجهش نمیشم، یعنی بلد نیستم، نمیفهممش، فقط صرفا به خاطر اینکه یه مفهومیه که فکر کنم تو کتابم ارجاع داده آوردمش. خدا فراگیردانی یه ساختاری که یه جوری مثل وحدت وجوده. تو وحدت وجود چی میگن؟ تو وحدت وجود میگن خدا این هر چه وجود دارد یک وحدتی دارد. حالا تعبیر خیلی شل و خیلی احتمالا پرتسامحش رو دارم میگم، وجود داره و خدا همینه، این وجود یک وحدتی دارد که خدا در همین است. به هم خاطر تو یه شاخه هایی از وحدت وجود به این میرسه که خدا چیزی ورای طبیعت نیست. طبیعت یعنی هر آن چیزی که وجود دارد. توی شاخه‌های یه مقدار البته شأن انتزاعی تر برای خدا قائلن. ولی خدا فراگیردانی معتقده که خدا همین جوریه، یعنی یک چیزی مثل وجود داشتن همه چیز و این هاست، ولی یه مقدار اعم از آن چیزهایی که الان ما وجود داریم، یعنی اون چیزهایی وجود دارن و ما به عنوان موجود میدونیم، اون چیزهایی که موجودند بخشی از خداند. توی وحدت وجود آن چیزهایی که موجودند خود خداند، توی خدا فراگیردانی آن چیزهایی که موجودند بخشی از خدا تلقی میشن. و یکی هم الهیات پویشیه. الهیات پویشی بله دیگه قاعدتا شخصیت، اصلا هم توی وحدت وجود هم
وحدت وجود باز طبق یه سری خوانش‌های رایجش، چون خوانش‌های غیر خوانش‌های شخصی انگارانه وحدت وجودی فکر می‌کنم قابل تصوره. الهیات پویشی چی میگه؟ الهیات پویشی یه درکی از خدا داره، یه تصوری از خدا داره، ولی مهمترین چیزی که تفاوت داره با بقیه خوانش‌های از خدا اینه که خود خدا رو میتونه متطور بدونه، یعنی خدا دستخوش تغییر و تطور میتونه قرار بگیره. خدا یک امر جاریه، این پروسس یعنی جاری در فراینده. خدا خودش یک پویش داره و تاریخ داره، یعنی همون جور که شما میتونید بگید تاریخ بشریت، تاریخ تغییر و تطور بشره، خدا هم یک تغییر و تطوری توش ایجاد شده. و خب این با اون مبانی اصلی که مثلا ادیان توحیدی دارن و معتقدن که خدا یک کمال مطلقی که دستخوش هیچ تغییری نمیشه، خب این الهیات پویشی تفاوتهایی باش داره. من کلا غیر از اون ادیان توحیدی بقیه خیلی بلد نیستم، یعنی اگه سوالی هم بپرسین احتمالا بلد نیستم، و احتمالا الان اگر کسی بلدشون باشه این توصیفی که من دادم رو بشنوه احساس میکنه که یه جاهایی من توصیفم غلطه. به همین خاطر از اون سه تا از من سوال نپرسین، برید ببینید. ولی این الهیات پویشی من یه لینکی گذاشتم که بتونید یه ذره بیشتر دربارش ببینید. خب تا اینجا سوال و نکته‌ای ندارین؟ سوال نکته‌ای نیست؟ نه، اینجا الان فعال نیست. شما فایل پی دی اف رو دانلود کنید روی اون فعاله. همین الان هم وسط کلاس یکی این فایل رو ببره تو اون، نه بذار من یکی تو فایل رو بذاره تو گروه که بذار من خودم میذارم که بعدن جلسه پنجم الان. الان بعدن خب این الان مقدمات بحث ما بود، هنوز وارد اصل بحث نشدیم، ولی احتمالا الان دیگه اون تصویر کلی براتون شکل گرفته که ما چرا دنبال مشخص کردن حدود و ثغور بحث هستیم و چه فایده‌ای داره، چه کار کرده. فکر کنم مثلا چه تشریح چه شخصی مطمئن به اصالت وجوده؟ نه، لزوماً وحدت وجود اصالت وجود نداره، مبتنی بر اصالت وجود نیست. میدونی چرا؟ چون الان اون وحدت وجود صدرایی مبتنی بر وحدت وجود بر اصالت وجوده، ولی وحدت وجود غیر صدرایی، مثلا فرضاً وحدت وجود اسپینوزایی، اصلا مبتنی بر یعنی مترتب بر دوگانه اصالت وجود یا اصالت ماهیت نیست اصلا. روشنه؟ یعنی ما یه خانش های اصالت وجودی از وحدت وجود داریم که مثلا نگاه صدرایی و اینها توش هست، ولی خود مفهوم وحدت وجود لزوماً مستلزم اصالت وجود نیست. این حرفم هم بینه. مثلا اگر شما بخواید وحدت وجود صدرایی رو در نظر بگیرین، که این وحدت وجود صدرایی با اون وحدت وجودی که اکثر فلاسفه غربی میگن به نظر من خیلی تفاوت داره، تو وحدت وجود صدرایی شما اصالت وجود رو احتمالا پیش فرض بگیریم، ولی تو خود مفهوم وحدت وجود به معنای عام لزوماً مستلزم اصالت وجود نیست. الان اگر به این حرف من نکته‌ای دارید بگید. یعنی الان بله یعنی درسته، غلطه؟ خب من گمانم رو گفتم و تأکیدم میکنم که این وحدت وجود رو وحدت وجود چیز نبینیم، وحدت وجود صدرایی نبینیم، چون عرضم به خدمتتون که یه تفاوتهای من خیلی توانم، چون خیلی مسئله فلسفه اسلامی خیلی بلد نیستم نمیتونم صریح این رو بگم، ولی یه تفاوتهای بین وحدت وجود توی غرب که مشخصاً با کسی مثل اسپینوزا
نمود پیدا میکنه و مفهوم وحدت وجود توی نگاه صدرایی تفاوت‌هایی میبینم. تو نگاه صدرایی یه پیش‌فرض‌هایی که توی اون یکی وحدت وجود زیر سوال رفته همچنان وجود داره به نظر من. به همین خاطر حس میکنم که این دوتا رو باید کاملا دو جور متفاوت ببینیم و حتی واژه وحدت وجود رو جوری به کار نبریم که به راحتی روی جفتشون اطلاق بشه. یه همچین حسی دارم. حالا خیلی دقیق نمیتونم درباره این صحبت بکنم چون حالا باب یه زخمی رو باز کردی. وحدت وجود توی فلسفه اسلامی اساساً با تفکیک بین ساحت بشری و ساحت الهی و بعد تلاش برای حل مسئله زبان دینی ایجاد شده. ولی توی غرب اصلا اینجوری نیست. یعنی توی غرب یکی از مهمترین ابعاد وحدت وجود اینی که این دوگانه ساحت بشری ساحت الهی هی داره کمرنگ میشه. من خود این دوتا اصلا به نظرم خیلی تفاوت داره. خب حالا با تمام این توضیحات و مقدماتی که تا اینجا دادیم طرح مسئله‌مون اینه. از بین اون رویکردهای دینی کتاب میره سراغ فقط ادیان توحیدی، یعنی نگاه های تئیستی، و میخواد این رو بگه که ادیان توحیدی چه تلقی از خدا دارن. این کلمه تلقی هم خیلی مهمه دیگه، ماهیت و اینا نیست لزومن، یه مفهوم رقیقیه. تصور خدا چیه، چه تصوری از خدا دارن، چه درکی از خدا دارن، حدود و صغور مفهومیش چیه و چه صفاتی داره. صفات نه از جنس صفاتی که توی ماهیت برمی شمارن. چه تلقی از خدا داره و عمدتاً به این سوال میپردازه، ولی کم و بیش با این سوال هم تلاش میکنه کلنجار بره، ولی نه خیلی زیاد، که این ویژگی ها و این تلقی که از خدا داره آیا یک تلقی سازگار هست یا نه. خب ببینید، وقتی ما از سازگاری صحبت میکنیم، من اینجا چند تا چیز می‌نویسم. یکی این که چند نوع مسئله سازگاری رو میشه فهمید. یکی این که یک آیا یک ویژگی الهی سازگار است. خود یه ویژگی، مثلا مثال سنگ رو احتمالاً یادتون هست دیگه، چیزی تو خاطرتون هست دیگه، خدا سنگی بسازد که آنقدر سنگین است که نمیتواند آن رو جابجا کند. این ویژگی داره میگه خود مفهوم قدرت، تک مفهوم قدرت مطلق مثلا ناسازگاره، تک مفهوم. پس وقتی ما از ناسازگاری صحبت می‌کنیم سه رده فعلا مد نظرمون، یکیش اینه که یک تک مفهوم یا تک ویژگی خدا ناسازگار است. یکی دیگه اینه که ویژگی‌های خدا با یکدیگر ناسازگارن، یعنی خدا یه ویژگیش سازگاره، یه ویژگی دیگه هم داره که اون سازگاره، یعنی دوچار تناقض نمیشه. ولی داشتن این دوتا با هم دیگه دوچار تناقض میشه، که مثال بارزش رو بعداً بهتون میگم چون باید یه مقدماتی رو بگم. و سه، یه حالت دیگه اینه که خدا، ویژگی‌های خدا با امری که وجودش محقق شده ناسازگار است، که این مثال بارزش مسئله شره. یعنی وقتی از ناسازگاری ویژگی‌های تلقی ما از خدا، ویژگی‌های الهی و اینها صحبت می‌کنیم، یه حالتش هم اینه که بگیم که خود خدا تک صفتاش سازگارن، صفاتش خودشون هم با هم سازگارن، اما کنار هم قرار گرفتن این صفات با یه پدیده‌ای که میدونیم در جهان خارج وجود داره ناسازگاره، که این معروفه به مسئله منطقی شر، که حالا انشالله توی 3-4 جلسه آینده دربارش مفصل صحبت میکنیم. پس وقتی ما از این صحبت میکنیم که اولا ادیان توحیدی چه تلقی از خدا دارند و ثانیاً حالا با یه دوز کمتری به این میپردازیم که آیا این تلقی منسجم و منطقا سازگاره، این سوال منسجم و سازگار بودن در واقع اینه که این سه تا مورد رو توش بررسی کنیم. آیا تک ویژگی های الهی سازگارند؟ آیا ویژگی های الهی با یکدیگر ناسازگارند؟
آیا امکان داره که ویژگی های الهی فی نفسه سازگار باشن، با همدیگه هم سازگار باشن، اما با یه واقعه، یه رخدادی که میدونیم در جهان خارج وجود داره ناسازگار باشه؟ این میشه بررسی انسجام و سازگاری تلقی ما از خدا. خب البته تو کتاب خیلی کم به این پرداخته شده و مشخصا این آخرین مورد رو ما تو یه فصلی خیلی مستوفا دربارش صحبت خواهیم کرد. خب اینم طرح مسئله، یعنی میخوایم درباره اینها صحبت کنیم. تا اینجا سوال و نکته؟ یه نظر سوال و حرف و بیا تو دیگه بیا اینجا بشه. ما مهمون داریم، نورات گفته بود که من میخوام بیام یه چند دقیقه بشینم. الان شما میتونید سوال بپرسیم و سوالاتتون رو من و نورو با هم جواب میدیم. با اینجا باید باید آره. سلام دادن، سلام بگو، سلام بگو، سلام به اینجا بگو، سلام سلام. خب سوال و نکته و حرف و حدیث و پیشنهاد و انتقاد امروز خط افتاده. خب اینجا اگه نگاه کنی بزرگ میشی. چرا؟ چون دوربینش اینه. خب سوالی نبود، نکته نبود. صفاتی که تو این فصل درباره خدا صحبت میکنیم یه لیست بلند بالاییه که بعضی هاشون رو ذیل همدیگه بررسی میکنه و حالا یه همچین صفاتی هم. اما مهمترین و اصلی ترین صفت که میتونه خدای ادیان و خدای فلاسفه رو به هم نزدیک بکنه مسئله پرستیدنی بودنه. یعنی اینکه خدا باید یک امر شایسته پرستش باشه. اینجا در واقع ما باید بریم درباره این صحبت بکنیم که مفهوم پرستش چیه؟ یعنی اصلا اساساً پرستش یعنی چی؟ و چه زمانی یک امری رو شایسته پرستش میدونیم؟ همینجا داخل پرانتز نکته رو بگم. ببین مثلا وقتی ما از نگاه سنتی و نگاه مدرن در مقوله‌ای مثل مقوله دین صحبت می‌کنیم، یه وجه خیلی مهم تفاوتشون همینجاست. انسان سنتی واقعا پرستش براش یک امر مألوفی بود، خیلی راحت مأنوس بود با این که باید بالاخره یه چیزی پرستید، حالا اینو بپرستم یا اون رو بپرستم. ولی انسان مدرن اساساً با خود مفهوم پرستش یه ذره گیر و گور داره. چرا باید بپرستم؟ میدونی این تفاوته باعث میشه که یه مقدار بحث هنوز منقح نشده باشه. بحثی که از این شروع بکنه که چه چیزی شایسته پرستشه هنوز منقح نشده. چرا؟ چون هنوز این سوالو نپرسیده که اساساً چرا من باید بپرستم؟ این سوال توی نگاه سنتی خیلی سوال پاسخ بدیهی داشت. انسان واقعا باید یه چیزی رو بپرسته. انسان در نسبت با یه چیزی دیگه است که هویت و وجود پیدا میکنه. اما تو نگاه مدرن خصوصا بعد از عصر روشنگری این مسئله خیلی زیر سوال میره و هویت انسان وقتی خیلی مستقل میشه، عقل خود بنیاد زماندار امور میشه، کم کم این که پرستش یک امر بدیهیه خود این زیر سوال میره. درباره مقولات نظری دارین؟ به نظر من احتمالاً اگه یه ذره فکر کنیم تو نکته جالبی بگین که اساساً آیا پرستش یک امر بدیهیه یا اینکه نه باید براش استدلال بیاریم. من پیشنهاد می‌کنم اگه کسی نکته‌ای داره میکروفون روشن بکنه. یعنی الان منتظرم که کسی نظری بده. سلام، واقعا چرا باید پرست؟ پس از نظر شما علمی این سوال قابل طرحه. یعنی اینکه چرا باید پرستید اساسا؟ Mm-hmm.
خب الان اینجا شما باید احتمالاً به لحاظ خانم بسیری، شما باید به لحاظ متافیزیکی یعنی انسانشناسی فلسفی باید بیاید از حیث انسانشناسی فلسفی این مفهوم پرستش رو توضیح بدین. یعنی بیاییم بگیم که به لحاظ انسانشناختی، انسانشناسی فلسفی ها، نه انسانشناسی جامعه شناختی، انسانشناسی فلسفی، انسان یک مفهومی است که باید حتما یک چیزی رو بپرسته. و میخوای بدی برو اونم ببن، برو خداحافظ، درم ببن، باشه در را نبن، نبن پاد گیر میکنه، برو. خب پس من احساس میکنم که این یه موضوع خیلی مهمیه که سوال گشوده یه توی کتاب دست کم، یعنی به این خیلی پرداخته نشده، ولی اجالتا من سعی میکنم یه تصویری بدم به شما که با این تصویر یه مقدار ایده ضرورت پرستش مشخص بشه. اما این رد چیز نمیکنه، اثبات نمیکنه، یعنی سوال رو به راحتی جواب نمیده، ولی فقط میخوام یه تصویر ذهنی داشته باشید که کسانی که این رو بدیهی میدونن دارن چجوری نگاه میکنن. ببینید به نظر من بله، انسان معاصر، به نظر من انسان سنتی مخصوصا خودش رو ناقص میدید و این ناقص بودن رو مستلزم این میدی که یه کمالی وجود دارد. الان اصلا بحث فلسفی نمیخوام بکنم، نمیخوام بگم از وجود ممکن به وجود واجب و اینا میرسیم. یکی از متفکرین دینی در بیان عجب اشاره داره که بحث اینکه سر مقیاس بدون عقل و قیاس، چون حکم تعلیقی عقل است معلق از جایی که براش شکل. خب حالا همین دیگه، اون که برای اون دلیلی که برای پرستش یکی دلیل میادیم همون اون چیه؟ من دارم درباره این صحبت میکنم، یعنی اینکه دلیلمون برای اینکه پرستش یک چیز، یعنی اگر من احیانا فرضاً به نتیجه برسم که خدا کمال مطلقه، منم یا موجود ناقصی هستم دارم زندگیمو میکنم، باز چرا احساس میکنم من باید یک رابطه‌ای با اون داشته باشم؟ انسان سنتی این براش بدیهی بود که من وقتی اولا خودش رو ناقص میدید و بعد معتقد بود که در ورای عالم یک کمالی وجود داره و بعد من نقصانم رو میتونم در تمسک به اون کمال حل بکنم. حالا این نقصان چه چیزهایی ممکن بود باشه؟ ساده ترین و بدیهی ترین حالتش این بود که ممکن بود ترس باشه، یعنی از این که مثلا بلایای طبیعی سرش میاد ترس داشته باشه و بخواد در نسبت با یک امر قدرتمند در این بلایای طبیعی فائق بیاد و مثلا مفهوم قربانی اینجا شکل بگیره، سکریفاید، یعنی اساسا مقدس کردن، کنار انداختن چیزی که مال منه برای اینکه دل خدایان رو راضی بکنم که اونها چیکار بکنن، بیان اون مشکلات من رو حل بکنن. ولی انسان مدرن این براش یه مقدار انقلت داره، یعنی جای انقلت داره. اون چی میگه؟ انسان مدرن میاد میگه که ببین من ناقصم، اصلا در ناقص بودن باهات موافقم، اما در پس این عالم کمالی نمیبینم، چیزی رو نمیبینم که کامل باشه و من لازم باشه که در تمسک با اون نقصم رو برطرف کنم. نقصم رو میپذیرم و با این نقصه باید کنار بیام. این کجا خودش رو نشون میده؟ حالا خیلی بحث داره یه مقدار دور میشه، ولی حالا جالب اینو بگیم، مثلا تو همین مفهوم کرونا خودش رو نشون میده. تو مفهوم کرونا اون کسی که میگه من ناقصم ولی یه کمالی وجود داره، بروز کرونا رو نشانه بر این نقصه میدونه و همون رو مستلزمی میدونه که باید یک رجعتی به سمت خدا داشته باشیم. اما اون کسی که در پس عالم کمالی نمیبینه، وقتی کرونا براش حادث میشه به نقص خودش پی میبره، پی میبره که ما نقص داریم، اما این مستلزمی نیست براش که باید به یک کمالی متوسل بشم، بلکه معتقده که من باید خودم باز تلاش بکنم این نقصم رو حل بکنم، با علم باید تلاش بکنم برای این یه پاسخی پیدا بکنم.
در همین خاطر من احساس میکنم خیلی هنوز تأمل دقیق نداشتم، یعنی دارم فقط اجمالی میگم که مفهوم پرستش به شدت تحت تأثیر این بینشه که انسان باید انسان ناقص است و باید خودش رو منتسب بکنه، متوسل بکنه، متمسک بکنه به یک امر کامل. و البته این که امر کاملی در جهان وجود دارد یا نه، مشخصا در دوره مدرن و قرون معاصر خود این خیلی زیر سوال رفته. حالا اگر فرض بگیریم که انسان باید پرستش داشته باشد و فلان، اون موقع میایم این سوال میپرسیم که خب حالا چی رو باید بپرستیم؟ من یه لحظه باید برم این لپتاپم یه مشکلی پیدا کرد، شارژرش قطع شد. یه لحظه بایستیم. درست شد؟ آره. خب حالا چی رو باید بپرستیم؟ جوابی که میدن اینی که چیزی که فراتر از اون قابل تصور نباشه. اگر یه چیزی باشه که فراتر از اون من بتونم تصور کنم، پس احتمالاً یه نقصانی داره، یه کمبودی داره، من میرم سراغ اون. نکته خیلی مهمم اینه، چیزی که فراتر از اون قابل تصور نیست، نه اینکه چیزی که فراتر از اون وجود نداره. چون اگر هم چیزی فراتر از اون وجود نداشته باشه، همین که من بتونم یه چیزی کاملتر از اون، فراتر از اون رو بتونم تصور بکنم، فراتر اینجا فراز و فرود چیز نیستا، مثلا مکانی نیستا، منظور گریت بودنه، کامل بودنه. اگر من بتونم یه چیزی کاملتر از اون رو تصور بکنم، دیگه اون شأن پرستش نداره. پس ایده رو از اینجا بگیرید که اگر قرار باشه من یک چیزی رو بپرستم، باید یک چیزی باشه که کاملترین فرد ممکن باشه، چیزی ورای آن قابل تصور نباشه، تا من بتونم خودم رو با تمام نواقص و با تمام ضعف‌هام به اون منتسب بکنم، از طریق پرستش به اون متمسک بشم، هرچی اون میگه رو گوش بدم تا مشکلاتم حل بشه. الان اگر بخواید برای کلمه پرستش سریعا یک معادله دینی انتخاب بکنید چی میگین؟ چی میگین؟ عبودیت، تعبد به معنی همون عبودیت. عبادت نیست، فقط عبادت نیست. عبودیت یعنی هر آن چیزی که اون موجود بگه، اون معبود بگه، من انجام میدم. عبادت یکی از کارهایی است که ذیل این معنا پیدا میکنه، من با اون ارتباط میگیرم. ولی عبودیت یعنی اون مثالی که توی سنت اسلامی میزنن، میگن که مرده روی غسال خونه و اینها، عبودیت همچین چیزیه. دقیقاً کلمه یت فی ید الغسال یعنی این که من تمام، یعنی خودم رو این وسط کاملا محو میکنم انگار، یعنی کاملا از هویت میندازم و هویت خودم رو در ارتباط با اون دارم تعریف میکنم. ولی غرض کلانم چیه؟ غرض کلانم اینه که تو نگاه خیلی جامع دارم میگم که مسئله و مشکلم اینجا حل میشه. تو یه سری ادیان مسائل و مشکلاتی مثل بلایای طبیعی، مثل اینکه سیل و زلزله و اینها حل میشد. تو نگاه متأخر و دینهایی که یه مقدار شکل و ظاهر پیشرفته تر دارن، مفهوم رستگاری اینجا خودشون نشون میده. خب این وسط آیه علمی سوالی پرسید، چی بود؟ من با شما موافقم، یعنی اینکه اساساً چرا باید پرستش کرد یک سوال مهمیه، ولی به نظر من میشه یه مبناهایی براش پیدا کرد. مبنا یعنی چی؟ یعنی اینکه همدلی و همنظری کردن با کسی که معتقد باید پرستش شکل بگیره، اون احتمالاً یه همچین تصویر داره که انسان وقتی ناقص باشه و یک کمالی باشه و من حس کنم که نقصانم رو میتونم با تمسک به اون کامل برطرف بکنم، اون موقع مفهوم پرستش زاییده میشه. با این اوصاف
از پرستیدنی بودن ناگزیر باید برسیم به کمال مطلق. آقای مدنی بفرمایید. میکروفونتون روشن. سلام. سلام. بکنم ایشون هم اونو نکته رو گفتن که اصلا ما قبول بکنیم که حالا یه خودش هم جای سوال ها هم اصلا قبول کنیم که باید بپردیم، اما چه لزومی داره همونی که کامل تره رو بپرستیم؟ مثلا بگم یه خدای آلفایی هست یه خدای بتایی هست، خدای آلفا کامل تره با همه اینا، اما بعد اصلا خدای آلفا چی میگم اهمیتی هم به ما نده، یا مثلا اصلا شاید خدای شرری باشه، اما خدای بتا من خدایی باشه که نمیدونم دلش بیشتر با ما بسوزه و بخواد یه ما رو کامل تر بکنه. حالا خب شاید اصلا عقلانی تر باشه که ما تمسکمون به اون خدای بتا باشه تا خدای آلفا. این کام این عبارت اگه درست باشه با این حرف که شما گفتین یه مقداری نمیخواد. خب نه، یه گیر و گوری من میتونم بگیرم. ببینید توی یه سری ادیانی که ما ربون نو ربت و نو ارباب انبا داشتیم این حرف شما درست بود، یعنی اون خدای صرفا مفهوم قدرت توش مطرح بود، فهم خاطر ممکن بود اونی که قدر قدرت شریر باشه، اما تو سیستمی که مفهوم کمال توش لحاظ میشه اون خدای قدر قدرت، اون خدایی که کماله و اینها، اون نمیتونه شر باشه. خب این یه طرف ماجرا. یه طرف ماجرای دیگه هم هست، اینم باز به یه مفهوم مبحث انسان شناسی فلسفی نیاز داره ها، یعنی خیلی راحت میشه اینو رد کرد، من باش مشکل ندارم، ولی میخوام بگم یه ریشه تو این داره که به لحاظ انسان شناسی فلسفی، مخصوصا اون انسان شناسی فلسفی که توی سنت اسلامی جاریه، معتقدن که وقتی شما یک خدایی رو میپرستی اگر یک چیزی ورای اون باشه معقول نیست که این رو بپرستی، باید بری سراغ اونی که بالا دستی است. مثالش کجاست؟ مثالش حضرت ابراهیمه. تو اون آیاتی که هستش میگه انی لا احب الافلین. ببین ممکنه که یه نفر معتقد باشه که خورشید مثلا داره یه سری از مسائل منو حل میکنه به اون مفهوم پرستش که میتونه نقصان من رو حل بکنه، اما با یه شبه استدلالی حضرت ابراهیم تلاش میکنه نشون بده که یه چیزی ورای اینه و من اون چیزی که آفل باشه، یعنی افول میکنه و یه موقعی هست یه موقعی نیست رو، چون این رو به مثابه یک جور نقص میبینم، این چیزی که افول میکنه رو دوست ندارم، نمیپرستمش و به دنبال یک امری میگردم که این نقص رو نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی دنبال یه امر کاملتر میگردم. این که این نقصی که شما دارین میگین شاید لزوما ارتباطی به اون نیازهای من نداشته باشه، نمیدونم، شاید یه رقابت قدرت اگه بین خدا باشه که یکی، شاید لزوما این نقصش از داز زمانی نباشه که حالا مثلا دو ساعت هست خدا. ببین این نقص رو وقتی مخصوصا تو این سنت حالا مباحث فلسفی میبینیم، یه نقص تو یه هیت هست، یعنی تو یه هیت نقص داریم و اون علیت ممکن، ممکنات نقص دارن و به علت تامه نیاز دارن و علت العلل خداست. یعنی اینجوری نیستش که من مثلا یه نقصی دارم مثلا توی ترسم، بعد مثلا خدا یه مثلا قدرتی داره، اون موجوده یه کمالی داره از حیث مثلا فرضاً علم، پس خب علم قرار نیست بیاد ترس رو برطرف کنه، پس من به این متمسک نشم. نه، مفهوم نقصان و مفهوم کمال عمدتاً حول محور کامل بودن و ممکن بودن، واجب بودن، علیت، به وجود آمدن، به وجود نیامدن، حول این محور هست. این هم همه یه مفهوم ها، یعنی توی این ادبیات فلسفی که بعد از مخصوصا ارسطو و افلاطون شکل میگیره اینجوری نگاه میکنن، ولی تو ادبیات فلسفی پیش از این، حالا فلسفی نبوده بیشتر اسطوره‌ای بوده، اسطوره‌ای پیش از این، حرف شما درسته ها، حرف شما بر اون موقع جاریه. اون موقع مثلا میگفتن که من کشاورزم، من مشکلم مشکل کشاورزیه، آب نیست، نمیدونم طوفان ممکنه بیاد، میرم سراغ خدایی که حافظ زمینه، من با خدایی که مثلا حافظ دریاهاست کاری ندارم، مسئله من با اون نیست، هرچند که میدونم وجود داره و فلان،
ولی میرم سراغ خدای حافظ زمین، خدایی که مثلا باران میفرسته، میرم اونی که نیازهام برطرف میکنه. چون نیازها متعدد بودند و به نظر میرسید که خدایان متعددی، رب و نوعن دیگه، رب و نوع یعنی پروردگار انواعن، یعنی هر کدوم از اینا دارن یه امری رو حل میکنن انگار، میرم سراغ اون خدای. ولی بعد از مخصوصا افلاطون ارسطو، مخصوصا بعد از افلاطون که نگاه از این تعدد نیازها عوض میشه و به یه ساختار واحد میره، و اون ساختار چیه؟ علت و معلول، نیاز معلول به علت، میاد تو این داستان. یعنی نیاز داشتن اینجوری میبینه، نه ترس، نه مثلا باران نیامدن و اینها. اون موقع میگرده دنبال اون خدایی که علت العلل باشه، خدایی که به لحاظ علی در نهایت باشه. الان نمیدونم تونستم منظور رو منتقل بکنم یا نه. سلام، من قطع شدم یک لحظه. آقای مدنی شما نکتتون اگه ادامه داره بگین، من یه لحظه اینترنتم قطع شد رفتم اومده. بفرمایین الان تا کجا رو شنیدین؟ من تا اونجای شنیدم که داشتی رب و نوار رو توضیح میدادیم. آه. بعدش که گفتم که ولی بعد از افلاطون من نکرد. آره چون اونجا هم اگه اجازه بده من یه مثال ساده تر بگم. بگم اگه تو این مثال توضیح بدیم بهتر متوجه بشم. در ضمن اینکه من یه دونه، در ضمن اینکه من یه خالقی دارم همون قدرت مطلق، اما من میام و یه دونه رباتی میسازم که اون ربات یه نیاز ای داره که اگه اون نیاز ای برطرف بشه اون هدفش از خدمت برطرف بشه. خب و من که این ربات رو ساختم و پروگرامش رو نوشتم و الگوریتمش دست منه، قدرت اینو دارم که هر چیز دیتایی که میخوام، هر کاری که میخوام رو اون ربات یا پروگرام انجام بدم و به اون چیزی که میخواد برسه. حالا چه دلیلی داره که اون ربات اگه بهش تشخص قائل بشیم به جای اینکه منو بپرسته حتما باید اون خدای من رو بپرسته؟ حالا من بگم این رو همینجا مثال بزنم. ببینید مسئله اینه، اون رباته شما احساس میکنید که شما مختارید که اون چیز رو به رباته بدید یا ندید. حالا مختار اختیار نمیگم، یعنی شما قادرید که اون چیز رو به ربات بدید یا نه. خب شما یه همچین درکی دارید دیگه. ولی اون منظر فلسفی، مخصوصا اون چیزی که تو فلسفه اسلامی رایجه، اینه که میگه ببین تو توهم داری که من میتوانم بهش بدم پس اون چیزه. این که من میتونم بدم یا ندم هم منوط به اونی که خالق من چه اقتضایی میکنه. یعنی در واقع احتمالاً اون رباته چشمش به دست شماست، ولی حواسش نیست که اینکه شما بهش مثلا اون نیاز رو براش برطرف بکنید خود این در بید شما نیست، منوط به خواستن یا نخواستن یه چیز دیگه است. اون کسانی که معتقدن که باید بریم سراغ کمال مطلق یه همچین استدلالی میارن، میگن که شما اگر بری به اون واسطه رجوع بکنی، اون واسطه امر دست خودش نیست، یعنی اونم خودش یه تابع یه نفر دیگه است. خب تو اگر میخوای بری سراغ اون، یعنی اون نیاز رو برطرف کنی، برو سراغ اون کسی که اگر بخواهد نیاز تو برطرف میشه. ولی اگر ربات بیاد سراغ شما
و شما بخواید که نیازش برطرف شه، حالا این مفهوم خواستنی دارم خیلی دارم تسامحی به کار میبرم، شما بخواید نیازش رو برطرف کنید ولی اون قادر اون خالق شما نخواد، نیاز اون برطرف نمیشه. متوجه شدید؟ اون مثالی که میگن که کت خدا و فلان و اینها، مسئله همینه دیگه. یعنی شما میرید به من بگم یا آیه مدنی، مسئله اون ربات این بود که یه نفری یه رباتی رو میسازه و اون ربات یه نیازی داره برای بقایش، یه نیازی داره برای اون بقای و من میتونم اون نیاز رو برطرف کنم و خودم هم یه خالقی دارم. خب الان چرا ربات نیاد فقط به من تمسک نکنه؟ گفتم از منظر اون کسانی که قائلن باید امر پرستیدنی کمال مطلق باشه، اینه که اگر ربات بیاد سراغ من، من نیستم که تصمیم نهایی رو میگیرم که اون نیاز رو برطرف بکنم یا نه، خالق منه که اون تصمیم نهایی رو میگیره. پس چرا بیاد سراغ من؟ بیاد بره سراغ اون کسی که تصمیمش قاطعه، تصمیمش نهاییه. این همچین ایده ای دارن اونایی که توی ادبیات حالا کمال مطلق صحبت میکنن. من چیزی که حالا میگم آقای مدنی من میتونم به شما بگم اینه که این مفهوم خدایانی که میتونن نیازهای مختلف رو برطرف کنن، حرف شما اونجا جریان داره. ولی اونجایی که مفهوم کاملا روی یه نظام خطی علی شکل میگیره، یعنی یه سلسله مراتب خطی شکل میگیره، اونجا دیگه به راحتی نمیشه این نقد رو بهشون وارد کرد. هرچند میشه نقد رو، بالاخره من احساس میکنم اگه یه ذره تقویت بکنیم نقد رو شاید بشه وارد کرد، ولی یه مقدار سخته، یعنی باید خیلی واقعا دربارش بحث بکنیم. کی نوشته آقای دهخانی؟ به نظرم بحث در مثلا با همدیگه در تحقق اون کمال مطلق مطرحه. من نیازمندم تکبودی نیستم که با عنایتش نیازهام رفع بشه. صفحه میتونیم آلفا قدرت بیشتره ولی علمی کمتره. بله. خب مسئله همینه. مسئله من احساس میکنم که اینجا یه مقدار تفاوت بین نگاه دینداری و نگاه فلسفی داریم. فیلسوف معتقده که من مسئلم اون چیزیه که علت العلله، واجب الوجوده، یعنی یه ویژگی داره. این که حالا من چه چیزی رو باید بپرستم، این شاید این حرف شما درست باشه، یعنی این که چیزی باید باشه که جمعی اینها باشه، ولی من احساس میکنم که کسی که میاد مفهوم پرستش رو به این ادبیات واجب الوجود و نمیدونم خدا و اینها پیوند میزنه، ادبیات فلسفی پیوند میزنه، مدعیه که کمال مطلق بودن. این کمال مطلق بودن یعنی تو همه حوزه ها دیگه، تو همه حوزه ها این باید چیز باشه، کمال باشه تا من بتونم برم سراغ این. اما اگر توجه کنید، من این پایین یه دونه لینک دادم، اینو برید ببینید اگه دوست داشتید. البته یه مقاله‌ایه که یه آدمی به اسم ناگاساوا یه تحلیلی از برهان وجودی آنسلم داره. خب این تحلیل از برهان وجودی آنسلم، خب آنسلم همین عبارت چیزی که فراتر از آن قابل تصور نیست رو به عنوان خدا میگیره و شروع میکنه تلاش میکنه برای اینکه این رو اثبات کنه وجود داره. یه آدمی به اسم ناگاساوا میاد میگه که این که بگیم یه چیزی فراتر از اون قابل تصور نیست مستلزمه، همین نکته‌ای که آیه دهقان گفت، مستلزمه کمال در همه کیفیات نیست. یعنی ما میتونیم یه چیزی رو تصور کنیم که مثلا دانشش 90% باشه، قدرتش 95% باشه، مثلا خیرخواهیش مثلا 100% باشه. این کامل تر از یه چیزیه که مثلا دانشش 92% ولی بقیه ویژگیاش مثلا 50%. مثلا یه همچین ایده‌ای رو ناگاساوا اینجا مطرح میکنه. من اینجا یه نقدی کردم بهش. نه الان اصلا این بحثمون جواب ندادم اون سوال رو خانم اکبری، من اصلا اون سوال رو جواب ندادم، فقط سعی کردم تصویر بدم. اینجا من توی این مقاله تلاش کردم یه نقدی بکنم که نه اینجوری نیست و واقعا چیزی که فراتر از اون قابل تصور نیست مستلزم اینی که باید حتما کمال مطلق باشه. اما یه تلاشی کردم که یه ذره دستکاری بکنم و یه کاری بکنم که اگر اون خدایی که 92% باشه دانشش چیزی فرض از اون قابل تصور نباشه و اینها، ما میتونیم اون رو کمال مطلق به یه معنی در نظر بگیریم. حالا اگر خواستین مقاله رو ببینید، خیلی چیز جدی نیست. خانم اکبری من توضیح دادم، گفتم این سوال که چرا اساساً باید ما بپرستیم،
این سوال سوال گشوده ایه و این که یعنی من اصلا یه جواب ندادم، یه سری مقدماتی گفتم شاید در ذهن اونایی هم که پرستش رو بدیهی میدونن، ولی این سوال جواب ندادم. و در ادامه گفتم این که یک چیزی کمال مطلق باشه پرستیدنیه، این به نظر مثل یه حرف معقولیه، چیز بیشتر از این نگفتم. الان چرا برتر این یه تصویریه که حالا اینجوری میشه مثلا نگاه کرد. خیلی این سوال و نکته چیز داره، یه گیروگوری داره البته، یعنی نکته‌ای که میگید خانم همایونی درسته، ولی مسئله اینی که صرف این که بتونم فراتر از اون رو تصور بکنم ولو این که اصلا کاری به وجودش ندارم، مستلزم اینی که اون خودش یک نقصی داره. برید سراغ این که من میخوام دنبال یه چیزی بگردم که هیچ نقصی نداره، از اینجا شروع بکنیم. و به همین خاطره که یه سری فلاسفه میخوام تلاش بکنم بگن که اون چیزی که فراتر از اون قابل تصور نیست واقعا وجود داره، مثلا این آنسل. یعنی یه مفهوم، این مفهومه که حتی من نمیتونم نقصی براش تصور بکنم مهمه. نه، این قابل تصور بودن، اون قابل تصور بودن به اون معنا نیست. این تصور به اون معنای ماهیت تلقی کردن و اینا نیست. تصور اینجا یعنی یه حاله کمرنگی، حتی کامل مطلق دیگه. بله دیگه، الان همین تو همین چیزی که الان گذاشتم، تو همین صفحه‌ای که الان می‌بینید، همین رو نوشتم دیگه. چیزی که فراتر از اون قابل تصور نیست میدهد کمال مطلق. خانم اکبری، من یه توضیح بدم. بحث درباره تصور پذیر بودن یا نبودن خدا، حالا نمیدونم توضیحم کافی بود یا نه، بحث اینه که ما چه تلقی از خدا داریم، نه چه تصور مفهومی و تصویر سازی از خدا. یعنی مثلا همین تصور که چیزی فراتر از آن قابل تصور نیست، همین کفایت میکنه. و اون گیری که ممکنه بگیم که خدا نمیدونم ورای تصور باید باشه و اینا، اینجا دیگه بهش وارد نیست. آیا علمی بفرمین؟ بله بله بفرمین. من جدا از اینکه اون سوالی که الان چرا باید پرستید بازم مطرحه، یه مسئله که الان شما چند بار بهش تاکید کردین که چیزی که فراتر از اون نمیشه تصور کرد، این تعریف خیلی شبیه به اون تعریفی که ما میگیم مثلا خدا میتونه یه سنگی رو درست کنه. نه شبیه اون نیست، تفاوت داره. ما میگیم توی تعریف اون خودمون یه نقصی واسه خدا در نظر گرفتیم و میخوایم الان واسه جواب پیدا کنیم. اینا ما وقتی میگیم که مثلا این چیزی بزرگتر از اون نیست، ما خودمون بستیم واسه جای شک. یعنی ما داریم میگیم هیچی بزرگتر از اون نیست و اون اسمش خداست. پس ما هیچ وقت نمیتونیم به این اشکال بگیم، چون ما تو تعریفمون جای هر شکی رو بستیم. یعنی تو اگه بخوای یه ایرادی بگیری، پس یه چیز بالاتر بگیر و من اونو دارم. خب نه، ببینید، یک دیندار و یک غیر دیندار میتونن جفتشون بگن خدا یعنی آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست. خب این تعریف یعنی ما جایی رو اصلا تعریف که اصلا محل مناقشه نیست که، تعریف که تو تعریف که مناقشه نداریم. اون غیر دیندار، اون غیر دیندار مسئله‌اش اینه که یه همچین چیزی وجود نداره. یعنی الان دعوا سر این نیست که آیا تعریف این هست یا نه. تعریف اون غیر دیندار، اتفاقا غیر دیندار میگه اتفاقا من باهات موافقم که خدا یعنی آنچه فراتر از این قابل تصور نیست، اما من قبول ندارم که همچین چیزی وجود داره. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا بگه که من اصلا قبول دارم که خدای تو مربع دایره است. تو میگی خدای من مربع دایره است، من قبول دارم. یعنی اون غیر دیندار اینجوری میبینه. در این که یه چیزی رو چی تعریف بکنیم، در این که مناقشه نیست. اصطلاحا تو فلسفه میگن در تعریف مناقشه نیست. شما میتونی بگی من هر چیزی رو، یه ایکسی رو میگذارم، ایکس رو مثلا هر چی دلم میخواد تعریف میکنم، در تعریف هیچ مناقشه ای نیست. اما چی اون موقع محل مناقشه است؟ این که شما نشون بدید که یه همچین چیزی وجود داره. الان مشخصه؟ الان مسئله اینه که بعد بریم ببینیم دیندارها وقتی از خدا صحبت میکنن چی میگن. اصلا کاری به وجودش هم نداریم، چه تلقی دارن تو ذهنشون. حالا شما ممکنه بگی که این تناقض درونی داره، اصلا مهم نیست الان تو این مسئله، تو این فاز اصلا مهم نیست. یعنی این تناقض درونی داشتن رو
بعدا نشون میدیم که بگیم نهایتا دیندارها مثلا اشتباه دارن نشون فکر میکنن، ولی صرف این که الان دیندارها چه فکری دارن میکنن این اصلا مسئله ای نداره، محل مناقشه نیست به نظر من. توضیح هم واضح بود یا هنوز باشه شما میتونید یعنی چی باش کنار نمیام؟ یعنی چی؟ یعنی میخواد بگید خدایی نیست طبق مثلا یه دیندار؟ مثلا ما تعریفمون طوریه که میخوایم مثلا همه چی رو در بر بگیره و هیچ نقصی هم نداشته باشه و خب؟ تعریفمون طوریه از هر چیزی بالاتر باشه. خب حالا چه مشکلی داره این که من یه چیزی رو بگیرم که از هیچ نقصی نداره؟ این خود این چه مشکلی داره در مقام تعریف ها؟ یعنی این شبیه که ما بگیم مثلا یه خونه ای که بزرگتر از اون نیست. خب باشه حالا فعلا سر این بحث ندارم، ولی خب همینو فعلا بگیریم، یه خونه ای که بزرگتر از اون وجود نداره، این الان مشکلش چیه؟ این یعنی که نمیتونیم خونه رو تصور کنیم، نمیتونیم راجعش بحث کنیم، چون هر بحث کنیم نه این که نمیتونیم در راش بحث کنیم. یعنی چی؟ یعنی که مثلا توی بحث مثلا اندازه یا توی بحث توصیفات خونه ما یک چیزی رو بردیم مثل همون شبیه همون چیزی که یه سنگی که نمیشه بلند کرد. این ما نه اون سنگی که نمیشه بلند کرد که مسئله تناقض داره، یعنی اونجا واضحه میگیم ناسازگاری درونی داره، اما اینجا ناسازگاری درونی داره یا نداره؟ مسئلهتون اینه که داره؟ به نظر من اینطوری داره. خب باشه اگه ناسازگاری درونی داشته باشه خب چه عیبی داره، چه ایرادی داره؟ چون جوابی به من نمیده. نه چه مسئله جواب چیه؟ من میخوام الان برم به جوامع دینی رجوع بکنم و بگم وقتی اینا میگن خدا منظورشون چیه. حالا ممکنه که بعداً با نگاه دقیق فلسفی نشون بدم که اون چیزی که اینا به عنوان خدا مد نظرشونه متناقضه، درسته؟ ولی اینکه الان اینها یه همچین چیزی تو ذهنشون هست که اینکه محل مناقشه نیست که. یعنی الان شما میرید از دیندارها میپرسید میگید خدا چیه؟ میگن ما خدا رو مثلا دایره زنگی مثلا نقره‌ای از جنس آبگوره میدونیم. نه اصلا کاری با اون ندارم، حالا اون مفهوم رو من دارم، نه من اونو دارم یه مقدار ملموسترش میکنم. من الان رفتم از یه دیندار پرسیدم میگم خدا رو چی میدونی؟ میگه من خدا رو دایره زنگی نقره‌ای از جنس آبگوره میدونم. خب حالا من اگه بیام اینو توضیح بدم که دیندارها خدا رو دایره زنگی نقره‌ای از جنس آبگوره میدونن چه مشکلی داره؟ اون گیری خب الان معلوم میشه که شما در ادامه مدعی میشید که این ناسازگاره، این که مثلا یه چیزی دایره زنگی باشه از انسان غروب باشه بیمعنیه. خب این که بیمعنیه یه بحث دیگه است، ولی این که دیندارهای همچین تصوری از خدا دارن این که مناقشه بهش نیست که. میشه بعدن به دیندارها گفت که خب ببین این باوری که شما دارید غلطه، این تصوری که شما دارید تصور غلطیه، تصور متناقضی، بیاید تصورتون رو درست بکنید. اما اینجا الان حواسمون باشه ما وقتی در مقام تعریف هستیم انگار که داریم میریم رجوع میکنیم به ادبیات مباحث دینی و میبینیم مثلا دیندارها خدا رو چی میبینن. مثلا دیندارها میگن ما باید خود پرستیدنی باشه حتما. حالا ممکنه شما در این که پرستیدنی باشه یا نباشه انقلاب داشته باشید، ولی اینجا میگیم کاری نداریم با این بحثه. فرض بگیریم که پرستش جزء ویژگی های ذاتی این خدا است، این پرستش چه لوازمی داره؟ میخوایم درباره این بحث بکنیم. ممکنه در ادامه معلوم بشه که این متناقضه، پس این همچین خدایی اصلا وجود نداره، پس کلا همه دارن، همه این دیندارها دارن مثلا یه امر موهومی رو میپرستن. اون تو لول بعدیه. ولی این فصل مشخصا این فصل در باب اینه که اون مفهومی که ما داریم چیه. برای اینکه یه ذره روشن بشه ببینید من این تفکیکو اینجا نشون دادم، این چیزی که اینجا نوشتم رو کشیدم میدونه چیه؟ نه چیه؟ این سیمرغه. شما ممکنه تصوری از سیمرغ داشته باشید ولی وجود نداشته باشه. حالا من یه چیز دیگه به شما میگم، اینو تصور کنید، اینی که به شما میگم پنج ضلعی منتظمی که هر زاویهش 125 درجه است. خب اینو تصور کردی این الان؟ نه. خب این چیزه متناقض ناسازگاره، یعنی هیچ زاویه پنج ضلعی منتظمی که
هر زاویه 125 درجه اصلا امکان نداره وجود داشته باشه. پس چجوری شما تونستید تصور بکنید؟ این همین تصوری که الان تونستید انجام بدید، همین تصور رقیقی که انجام دادید، الان بحثمون درباره همینه. خب وقتی دیندارها درباره خدا صحبت میکنن، تصور رقیقی که دارن چیه؟ یعنی بحثمون هنوز به اینجا نرسیدی که آیا این تصور متناقض است، ناسازگاری درونی دارد یا نه. ما بیشتر راجع تعریف دارم می‌خوام. آره داریم درباره تعریف صحبت می‌کنیم. الان من اومدم یه دونه x تعریف کردم، گفتم x یعنی این 5 ضلعی منتظم. خب در این که x این 5 ضلعی منتظمه کسی مناقشه‌ای نداره، که در این که x وجود دارد یا نه ما مناقشه داریم. میگیم ناممکنه پس امکان ندارد وجود داره. همینو بیاید توی بحث وجود خدا. تو بحث وجود خدا هم دقیقاً داریم همین رو میگیم. میگیم که خدا از نگاه دینداران چیه؟ دینداران مقوله پرستش مد نظرشونه، به هم خاطر این باید کمال مطلق باشه، حالا یه سری ویژگی‌های دیگه. بعد تو لول بعدی میگیم که آیا یه همچین تصوری، یه همچین تلقی که متعلق این تلقیمون آیا وجود داره یا نداره؟ اون بحث بعدیه. یعنی توی فصل‌های بعدی بهش می‌پردازیم. آیا دهخانی چی گفتن؟ چیزی که از پرسش های فهمیدم اینه که اینجا شاید اشکال جمع بین نگاه نه من فکر کنم اینجوری نیست. من اینو نفهمیدم، یعنی فکر میکنم اینجوری نبود. فکر کنم منظورشون این بود که این مفهوم رو همون اول اومدیم در مقام تعریف خیلی دست بالا گرفتیم که راه و بر مخالفت و این که بهش یه نقصی رو نسبت بدیم بستیم. بعد که جواب من بود، اگه درست فهمیده باشم، جواب من این بود که در مقام تعریف هیچ بحثی نداریم، هر کی میتونه هر چیزی رو هر جوری دلش بخواد تعریف کنه. تو لول بعدی بحث اینه که آیا این متناقض هست یا نه، و اینکه آیا وجود دارد یا نه. این حالا بحث بعدی. خب برم جلو، این سیمرغ رو برم جلو. ببینید ویژگی های دیگه از دل همین کمال مطلق بودن برمیاد. مثلا میگه که ببین کمال مطلق یعنی این که هیچ عیب و نقص و حالا نیازی نداشته باشه، به همین ترتیب این برای وجود داشتنش نمیتونه به یه چیز دیگه نیاز داشته باشه. اگر کمال مطلق باشه باید قائم به ذات باشه. این تعبیر قائم به ذات بودنه. هیچ چیزی نمیتونه اون رو به وجود بیاره و هیچ چیزی نمیتونه اون رو از وجود ساقط بکنه. هیچ یعنی هیچ بالادستی نداره که بتونه نقش علی رو این ایفا بکنه، یعنی این رو به وجود بیاره یا از وجود ببره، از وجود ساقط بکنه. چون نیازی به هیچ چیزی دیگه نداره، به اصطلاح میگیم قائم به ذاته. و ایزن این قائم به ذات بودن مستلزم ضروری بودنه. ضروری بودن همونی که تو سنت اسلامی بهش میگن واجب بودن. این واجب بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه نیازمند هیچ چیز دیگه نیست. چون قائم به ذاته پس برای بودنش به هیچ چیز دیگه نیاز نداره، و هم خاطر واجب الوجوده. بقیه چیزها ممکن الوجودن یعنی چی؟ یعنی برای وجودشون به یه چیز دیگه نیاز دارن، ولی این کمال مطلق نهایتا واجب الوجود میشه. یعنی باید اگر وجود داشته باشد باید حتما وجودش واجب باشد، چون هنوز اثبات نکردیم که وجود داره. که میگیم اگر وجود داشته باشد باید حتما وجودش به شکل ضروری باشه، امکان وجود نداشتنش هم قابل تصور نباشه. اما یه نکته، اینا تا اینجاش خیلی بحث فلسفی بود، اما یه بحثی که یه مقدار باز دوباره به مفهوم به تلقی ادیان از خدا نزدیک میشه، صفت شخصی بودن خدا، متشخص بودن خدا. خب شخصی بودن یعنی چی؟ شخص بودن یعنی یک امر مستقلی که اراده میتونه بکنه، میتونیم باهاش حرف بزنی، اون احتمالا میتونه با شما حرف بزنه. اینا شؤون شخصه. وقتی میگیم یک چیزی یک شخصه، معمولا این شخص رو برای انسان ها به کار میبریم، یعنی اینکه یه هویت مستقلی داره، بعد این میتونه اراده بکنه، میتونه حرف بزنه با ما، یه سری خواسته هایی داره، یه سری مایملکی داره، اینا یعنی یه شأن انسانوار بودن، ولی نه انسانا. این شخص رو خیلی حالا به انسان نزدیک نکنیم، ولی اینکه یه موجودیه که میتونیم باهاش خطاب بکنیم، مخاطبه بکنیم، صحبت بکنیم.
این مفهوم شخصی بودنه. بعد میگه خب حالا خدا یا باید متشخص باشد یا نه؟ کدوم خدا؟ اون خدایی که پرستیدنی بود و از پرستیدنی بودنش کمال مطلق رو برداشت کردیم و بعد قائم به ذات بودن و بعد ضروری بودن رو. دو تا جواب هست. یه سری میگن که بله باید حتما شخصی باشه. چرا؟ چون یه وجهی از این شخصی، یه وجهی از این صفاتی که ما گفتیم فقط به شخص تعلق میگیره. دانا بودن، عالم بودن مثلا که حالا بعدترش میپردازیم، قادر بودن، اینا به صفت برمیگرده، به یه چیزی که شخص نباشه بر نمیگرده. و بعد چون دغدغه ما مسئله عبادت و اینهاست توی اون مفهوم ستایش و پرستشی که اول داشتیم، چون مفهوم عبادت رو داریم و حیات دینی رو داریم، این حیات دینی زمانی شکل میگیره که در یک رابطه شخصی با یه موجودی باشه. بازم اگر شما مباحث انسان شناسی دینی رو پی گرفته باشید، یعنی به لحاظ تاریخی اومدن انسان شناسی کردن که دین چه تأثیر و تأثیراتی توی حیات انسان داشته، احتمالاً میبینید که در نگاه‌های خیلی قدیم که نگاه‌های اسطوره‌ایه، خدا خیلی شخصه، یعنی حتی جسم داره. چون ما وقتی شخص رو برای انسان به کار میبریم، جسمانیت هم توش لحاظ میکنیم. توی نگاه‌های خیلی سنتی، خیلی اسطوره‌ای، حتی خدا جسم داره، یعنی انقدر متشخصه که جسم داره، میتونن بهش اشاره بکنن، حرف بزنن باهاش، خدا میتونه بیاد کشتی بگیره. مثلا توی یه سری اسطوره داریم که خدا میاد کشتی میگیره با یه سری از آدم‌ها، خدا میتونه بدخواهی بکنه، خیرخواهی بکنه، کلی از این. ولی کم کم این خدای محض میشه، مطلق میشه و از یه سری از ویژگی‌هایی که مختص ساحت بشری جدا میشه. مثلا چی؟ مثلا جسمانیت. خدا مجرد میشه، انتزاعی میشه، ولی همچنان سایر وجوه شخصی رو تو خودش حفظ میکنه. بعد که میاد جلوتر، کم کم دیدگاه‌های پدیدار میشن که معتقدن نه، این خدا شاید شخصی نباشه. یعنی حتی سایر ویژگی‌های شخصی خدا رو میگیرن و کم کم اون خدای ممکنه محو بشه. یعنی اصلا هیچ، تبدیل میشه به طبیعت، تبدیل میشه به کیهان. یعنی هیچ شخصی نیست که من باهاش صحبت بکنم، بتونم مثلا دعا بخونم، مناجات بخونم و اینها. این صفات رو که میگم خیلی الان با سر تک تک صفاتش بحث نداریم، ولی اگر بحث داشتید، نکته‌ای داشتید بگید، یعنی منتظر نشید که من بگم سوال دارید یا نه. بله بله بله، آینه بودایی غیر شخصیه، آینه بودایی غیر شخصی خدا توش. حل شد؟ و بعد مسئله خالقیت مطرح میشه. خب این مسئله خالقیت البته یه گیر و گوری داره، چون تو نگاه های سنتی خیلی قدیمتر باز ما خالق نداریم، صانع داریم، اصطلاحاً دمیورژ داریم. دمیورژ اینجا نوشتم. صانع چیه؟ صانع کسیه که یه سری خمیر ریختن جلوش و میاد این خمیر رو بر اساس یه سری الگوهایی قالب میزنه و مثلا یه سری چیزهای قالب زده شده ایجاد میکنه. این خلق نکرده، چون اون خمیر از قبل وجود داشته. این در واقع صنعتگری کرده، صانعیت کرده. خب تو نگاه‌های خیلی سنتی خدا رو صانع می‌دونستن، ولی کم کم بعد از اینکه حالا یه مباحثی توی فلسفه مطرح میشه، خالقیت هم برای خدا به راحتی میتونن لحاظ بکنن و فلسفه و دین به هم خیلی نزدیک میشه. تا قبل از اون فلسفه و دین یه مقدار فاصله داشتن، چون دین خدا رو خالق میدید ولی فلسفه خدا رو خالق نمیدید. ولی بعد از اون اتفاقاتی که توی فلسفه میفته، کم کم درک فلسفی هم خدا رو میتونه خالق تصور کنه. ولی خلاصه ما وقتی خدا رو خالق میدونیم، ایده اینه که خالق از یک ماده سابق نیست. یعنی اینجوری نیست که یه خمیر اینجا وجود داره میاد اون رو سر و شکل میده، بلکه اصلا خود اون خمیر رو خلق میکنه. و ثانیاً خالق از طریق صدور ذات نیست. یعنی چی؟ اینا حالا یه سری مفاهیم پیچیده است، خیلی اگر متوجه نشدی خیلی مهم نیست، خیلی جزئیاتش مهم نیست. خالق از طریق صدور ذات نیست یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجوری نیستش که اومده یه تیکه از خودش رو جدا کرده انسان، یعنی ذات خودش رو صادر نکرده به عنوان مخلوق، بلکه یه چیز دیگر رو خلق کرده، یه امر کاملا جدا. برونی رو
و نکته خیلی مهم دیگه ای اینه که این احتمالا به این بحث‌های علمی ربط داشته باشه که تو این سیستم قائلن که خدا خالق به وسیله خلق واسطه نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجور نبوده که خدا یه ایکس رو خلق کرده بعد اون ایکس یه ایگرگی رو خلق کرده بعد اون ایگرگ یه چیز دیگه رو خلق کرده. معتقدن که خالق همه ما اونه. حالا اینکه چجوری این رو نسبتش رو ترسیم میکنن، این بحثای متافیزیک دینی رو باید یه مقدار جدی گرفت. مسئله بعدی اینه که خب حالا وقتی موجوداتی رو خلق کرده، این خلقه یعنی اینها رو به وجود آورده، اما اینجوری نیست که به وجود آورده پاشده رفته خونش. یعنی خدا خلق نکرده پاشده بره، بلکه نحوه ارتباطش با این موجود اینجوریه که لحظه به لحظه موجودیت اون موجود به وجود این خالق بستگی داره. به این اصطلاح میگن علت مبقیه، یعنی علتی که اگه یه لحظه از بین بره اون مخلوق هم از بین میره. به همین خاطر توی این سیستم خدا رو نمیشه خدای ساعت ساز در نظر گرفت. خدای ساعت ساز احتمالاً تو ذهنتون یه تصویری دارید ازش دیگه. خدای ساعت ساز خدایی که جهان رو خلق میکنه، یه نظم و نسقی بهش میده و مثل ساعت ساز نظم و نسقی میده و پا میشه میره خونه شون. ولی خدای عرضم به خدمت شما که خدایی که علت مبقی است اینجوری نیست. هر لحظه باید وجود داشته باشه تا اون نظام برپا باشه. هنوز بحثمون نیست که همچین خدایی وجود داره یا نه ها. الان میخوام بگیم از منظر دینی و فلسفه دینی وقتی از مفهوم خدا صحبت میکنن چی مد نظرشونه. به خاطر تمام اینا رو مثل همون آبغوره دایره زنگی اینا ببینید ها. یه سری مفاهیمی که دیندار به خدا نسبت میده. نکته بعدی قادریت مطلقه، که خدا هر کاری رو که منطقا متضمن تناقض نباشه و با ذات و سرشتش منافات نداشته باشه رو انجام میده. این قید و بنده که اینجا میبینید خیلی راحت اون مثال سنگ رو میزنی کنار، چون اونجا میگن که خب خلق سنگی که خدا نتونه اون رو جا به جا بکنه فی نفس ناسازگاره، تناقض داره. به همین خاطر خدا اصلا اون رو اگر خلق نکنه قدرتش تواناییش مثلا کم نمیشه. البته که این بحث حالا ما توی مباحث کتاب من نمیدونم فصل آخر به این اشاره میکنیم یا نه، بذاری ببینم. نه اشاره نمیکنیم. مسئله علم پیشین و اراده و اختیار انسان و این هاست. اگر خدا قرار هر کاری رو بکنه، صدای من دارید الان؟ الان صدای منو دارین؟ 1 2 3 اگه صدای منو رو دارین یه چیزی بگین. خب چرا قطع شده؟ تصویر دارین؟ خب الان یک دو سه الان صدا دارین؟ الان صدا دارین؟ 1 2 3 الان قاعدتا من صدا داشته باشیم. یک دو سه خب بگید دیگه. من نمیدونم این اینترنت چشه، چون قبلا اینجوری نمیشد، ولی یه هفته است الان تو این کلاس ها با این مشکل مواجهیم. من نمیدونم چی میشه اینترنت.
ما این مسئله داریم که اگر خدا قرار هر کاری رو بکنه و هیچ کسی نمیتونه غیر از اون چیزی که خدا میخواد و میتونه انجام بده، اون موقع مسئله اراده آزاد بشری مطرح میشه، اختیار. من اگر بخوام یه کار دیگه ای بکنم غیر از این، سلام. سلام صدای من دارید الان؟ 1 2 3. من نمیدونم مشکل از اسکایپومه یا از اینترنته، چون من احساس میکنم اینترنت هم یکی رو گوری داره. حالا دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. من دوباره این رو باز بیارم. حالا بحث بعدی بحث عالمیت مطلقه، که خدا باید عالم مطلق باشه. البته این داستان که اگر خدا عالم مطلق باشه پس اختیار انسان چیه، یه بحث خیلی مهمی دیگه. خدا از قبل میدونه که ما چیزیم، ما میتونیم این کار رو بکنیم اون کار رو بکنیم. من الان میخوام تصمیم بگیرم که این کار رو بکنم یا نه. این علم پیشین های با اختیار من منافات داره یا نه؟ اگر یادتون باشه قادریت رو گفتم دیگه. نه گفتم حالا اتوانا صدام قد شده. الان قادریت رو گفتم. اینکه خدا هر... خب نه. اتوانا صدام قد شده. یعنی گفته بودم. تو اون فاصله که صدام قد بوده گفتم. اینکه خدا کاری رو که منطقا متضمن تناقض نباشه رو... هر کاری که منطقا متضمن تناقض نباشه... هنوزم داره صدا قد رو بس میشه؟ الان چطوره؟ دیگه الان چطور؟ الان قطع و وصل میشه همچنان؟ نمیدونم دیگه واقعا. قطع و وصل داری میشه؟ صدای من رو دارین؟ 1 2 3.
سلام، صدای منو دارید الان؟ یه نفر صدا اگر من الان اومدم دیگه با گوشی موبایل و نمیدونم حالا با اینترنت موبایل دارم چیز میکنم، ان شاء الله که الله قطع نشه. سعی کنم سریع بگم چون هر ما ممکنه که دوباره اینترنت فقط اذیت بکنه. اون مسئله هر صدا که ضعیف نیستش که صدا خوبی دیگه عرضم به خدمتتون که مسئله قادریت رو گفتم. قادریت یعنی این که خدا امری که متضمن یه تناقض باشه، منطقا متناقض باشه رو انجام نمیده، ولی غیر از اون هر امری رو میتونه انجام بده. این تمام کارهایی که منطقا متضمن تناقض نیستن رو میتونه انجام بده، این میشد قادریت مطلق خدا. اون مسئله سنگ رو اگر کتاب رو خونده باشید دیدید دیگه، مسئله سنگ رو با این حل میکنن که منطقا متضمن ناسازگاری بودن توی سنگ اتفاق افتاده. یعنی سنگ این جمله، این چیز، این عبارت، سنگی که آنقدر سنگین باشد که خدا نمیتواند آن رو جابجا کند، این عبارت مثل، حالا به لحاظ فلسفی، مثل مربع دایره است. چطور شما میگید مربع دایره حاوی تناقض درونیه؟ این سنگ هم مثل مربع دایره است. همونطور که ما میگیم مربع دایره رو خدا نمیتونه خلق بکنه، پس این سنگ رو هم نمیتونه خلق کنه. این ادعاشون در باب قادریت. در باب عالمیت یا علم مطلق هم گفتم. البته در باب علم مطلق خیلی بحث است و ادبیات خیلی مفصلی هم در باب این هست. یعنی اگر شما سرچ بکنید احتمالاً همین مفهوم علم پیشین خدا و اختیار انسان احتمالاً 3-4 تا کتاب توش میتونید ببینید. بحث چیه تو اینجا؟ بحث اینه که خدا توی یکی از خوانش‌ها و روایت‌ها، اینه که خدا توی هر زمانی، زمان T1، T2 اینها، به تمام قضایای صادقی که صادقند خدا علم داره و علمش هم و همه قضایی که علمش نسبت به اونها منطقا ممکنه و هیچ امر کاذبی هم نیست که خدا بهش علم داشته باشه، یعنی اون رو بدونه، یعنی بگی که یه همچین اتفاق میفته ولی کاذب باشه. این مسئله خیلی مسئله مهمیه، خیلی مسئله مهمیه، ولی خیلی جزئیات داره مسئله علم الهی. الان خیلی نمیشه درباره جزئیاتش بحث کرد، ولی اگر خواستید من چند تا منبع کامل براتون معرفی میکنم که این علم الهی خیلی جزئیات داره. مسئله اگر اپیزودهای دوگوس رو هم گوش کرده باشیم، من فکر کنم اپیزود 27 که اونجا تراشه هری فرانکفورت، اپیزود تراشه هری فرانکفورت، اونجا من درباره این مسئله خیلی مفصل صحبت کردم، ولی خیلی باز نتایج و چیز داره. الان صدای من میاد؟ این دید صدای من میشنوین؟ ببین من دارم الان با یک چهارم گوشی دارم این چیزا رو میبینم، اسلاید رو میبینم، من خاطر باید سخت هم میذارم بخونم. مسئله بعدی مسئله اینی که خدا خیر مطلقه. احتمالا شاید بدونین که توی فلسفه دین وقتی درباره کمال مطلق بودن خدا صحبت میکنن، معمولا 3 ویژگی رو میشمورن، یعنی میگن دانای مطلق، قادر مطلق و خیرخواه محض یا خیر محض. در واقع معتقدن که بقیه ویژگی ها از ترکیب اینا ساخته میشه. من خود وقتی میگیم خدا کمال مطلقه، یعنی توی علم و قدرت و خیر در حد کماله. و خب من خاطر خیر رو اینجا مطرح میکنه. خب خیر چیه؟ خود خیر، مفهوم خیر چیه؟ مفهوم خیر، حسن، ابی، اینجور واژه هایی که خب خیلی واژه های مشهوری هستن، خب اینا چیه؟ کجا باید بفهمیم که سراغ، یعنی اینا معناشون چیه؟ توی مباحث کلام و فلسفه اخلاق به شدت درباره این بحث شده.
احتمالا دوستان بعضیشون سراغ دارن دیگه، مثلا حسن یک چه فعلی حسن است، چه فعلی قوی هست، بعد خیر چیه، چه تفاوتی با حسن داره، تمام اینها یه بحث خیلی مفصلی درباره شکل میگیره. ما توی مسئله شر، مسئله شر که میشه عرضم به خدمتون که فصل ششم، فصل ششم دیگه درسته، دو فصل دیگه که میشه اونجا مفصل در باب خیر و شر صحبت میکنیم. اما وقتی ما میگیم خدا خیر محضه، بعضی ها در باب این صحبت میکنن که آیا خدا امکان شر داره یا نه. ببینید این که خدا خیر محضه این یه بحثه، این که خدا امکان انجام شر داره، امکان، این کلمه امکان اینجا مهمه، امکان انجام شر رو داره یا نه این یه بحث دیگه است. خب ممکنه یه نفر معتقد باشه خدا خیر محضه ولی امکان انجام شر رو داره، و دلیلش هم چیه؟ مثلا بگه که ببین خدا اگر حتی امکان انجام شر رو نداشت باشه، یعنی اصلا ناممکن باشه که مبادرت به شر بکنه، که اصلا دیگه نباید مدحش بکنیم. مدح خدا به خاطر اینه که میتونسته شر انجام بده ولی شر انجام نداده. یه سری ها میگن نه، خدا بنا به خود اون مفهومش، بنا به اون ذاتش امکان شر نداره. ببین هنوز بحث ما در باب وجود داشتن یا نداشتن نیستا، بحث ما در باب اینه که اون تصور، اون تلقی که دیندارها از خدا دارن چیه. مثلا جواب دوم چی میگه؟ جواب دوم میگه ببین تلقی ما از خدا، از ویژگی های اساسی خدا اینه که خدا نمیتونه مرتکب شر بشه. حالا آیا همچین خدایی وجود داره یا نه هنوز بحثی نکردیم دربارش. و یه بحث مهم دیگه ای که تو اینجا مطرح میشه اینه که اگر خدا وجود میداشت آیا این خدا منشأ خیر خودش یا نه، یا این که نه، خیر بودن، حسن و خوب، اینها مسائلی هستن که کاملا مستقل از خدا هستن و منشأهای دیگری دارن. اینا یه سری بحثای، هر کدوم از این بحثا خیلی بحث مفصلیه. این اگر شما همین مسئله حسن و قبر رو جای شنیده باشین که چه بعدی داره و چه حجم و ابعادی داره و چه نتایجی ازش گرفته میشه، احتمالا میفهمید که ممکنه یک کسی عمرش رو فقط روی همین یه دونه مسئله حل صرف بکنه که اصلا حسن و قبر آیا مستقل از خداست یا مستقل از خدا نیستش. حالا و مسئله بعدی هم مسئله سرمدیته. سرمدیت چیه؟ سرمدیت همون ازلی بودن. معمولا میگن ازلی و ابدی. این ازلی و ابدی بودن تو انگلیسی با همون اترنیتی یا اترنال بودن نشون داده میشه. و اونجا منظورشونه که از هر دو طرف، یعنی هم از سمت ازل و هم از سمت ابد کاملا بی انتهاست. اون ازلی و ابدی بودنی. من خاطر وقتی میخوام به هر دو طرف اشاره بکنن دیگه نمیگن ازلی و ابدی، میگن سرمدی. خب وقتی میگن خدا سرمده یعنی چی؟ یه نظر حداقلی میگه که خدا همواره وجود داره و همواره وجود خواهد داشت. یعنی چی؟ یعنی شما یه خط زمانی رو بکشین از زمان T1 تا آخر، فرض کنید یه T1 داریم، فرض کنید یه TN هم داریم که آخرین زمانه. خدا اگر در تمام این زمان‌ها وجود داشته باشه، خب وجود داره دیگه، یعنی در تک تک زمان‌ها خدا وجود دارد. من خاطر میشه یک موجود سرمدی. اما نظرهای حد اکثری یه مقدار پیچیده تر از این هم. مثلا میان میگن آقا خدا اساساً فارغ از زمانه، یعنی اینجوری نیستش که خدا خودش درون زمان باشه، خودش محدود به زمان و مکان باشه، خدا کاملا بیرون از اینه. یه استعاره‌ای هم که براش به کار میبرن، استعاره چیه؟ استعاره‌ای که خدا بالای بلندی فرض کنید ایستاده و داره عبور و مرور آدم‌ها رو می‌بینه. آدم‌ها دارن رد میشن میرن اینور اونور، از اون بالا داره می‌بینه. این عبور و مرور یعنی کنش جهان در مسیر زمان، و خدا اون بالا ورای زمان ایستاده و همین رو توی یه نظر داره می‌بینه. خب اگر یه همچین موضعی داشته باشیم، یعنی موضع حد اکثری، یه سری فوایدی داره یه سری مضراتی داره.
یکی از فوایدش اینه که اون مسئله علم الهی رو من خیلی بازش نکردم، ولی اجمالا این رو بگم که اگر قرار باشه خدا خودش در زمان باشه، خیلی مسئله های جدی پیش میاد. توی کتاب تقریرش رو نوشته، ولی تقریرش به نظر من ناقصه، باید یه ذره کامل‌تر بشه. ولی اگر خدا خودش در زمان باشه، این مسئله که چجوری علمش تعلق میگیره و همچنان انسان‌ها اختیار دارن، این موزل میشه. ولی اگر خدا از زمان خارج بشه، مثل اون آدمی بشه که از بالای کوه داره نگاه میکنه، همه آدم‌ها بنا به اختیار خودشون دارن کارشون انجام میدن و خدا از اون حیث که اینها اختیار مختارانه یه کار رو انجام میدن، از اون بالا علم داره، ولی علمش مقتضی این نیستش که اینها از اختیارشون بیفتن و مجبور بشن. اجمالاً میشه، اجمالاً بذارید، ولی تو همون مسئله شهر کامل اینو با تفصیل صحبت میکنیم. آیه ساده، آیه علمیه لحظه سمت من اینو ادامهش رو بگم. اما اگر ما خدا رو از زمان خارج بکنیم، من اینو نمیدونم توی کتابی نکته بود یا نه، اینو من نمیدونم از خودم نوشتم یا از کتاب نوشتم، ولی اگر خدا رو از زمان خارج بکنیم، ما به یه بحران دیگه میرسیم. و اون بحران چیه؟ اون بحران اینه که اومدیم ساحت الهی رو کاملا مجزا کردیم از ساحت بشری. این به لحاظ فلسفی خیلی گیر و گور داره و ما بعدتر تو فصل مربوط به زبان دینی، فصل مربوط به تجربه دینی حالا تا یه اندازه دیدیم و فصلهای بعدتر مثل معجزه و اینا خواهیم دید که اگر شما ساحت ممکنات، ساحت بشری، ساحت طبیعت رو از ساحت مطلق، ساحت الهی، ساحت ماوراءطبیعه کاملا از هم جدا بکنی، بعداً تو رابطه بین اینا با مشکل مواجه میشی. اینجا وقتی خدا رو کاملا از زمان بندازی بیرون، یعنی بگی خارج از زمان، ورای زمان قرار داده، این فاصله بین ساحت الهی و ساحت بشری خیلی بیشتر کردی و این انفکاکه باعث میشه که یه جاهایی مثل زبان دینی، مثل تجربه دینی، مثل معجزه الهی و اینها دیندار با مشکل مواجه بشه. آیه علمی، من اینو تمومش بکنم چون میترسم زمان کم بیاریم، بعدش دیگه میمونیم برای سوال و جواب دیگه. و من فقط یه طرحی رو خودم پیشنهاد میدم، حالا خیلی مهم نیست، این طرح خیلی مهم نیست، اینم حالا داشته باشید که این البته ناقصه و در رابطه با کل کلام باشه، ولی خیلی مهم نیستش. خب اجمالاً این فصل خیلی هم با این قطعی و وصلی ها قیمه قرام اذیت شدیم، ولی چیزی که به نظر من خوبه که از این فصل دستتون بیاد اینه، اولا که مسئله اون چیستی و هستی براتون روشن بشه که ما وقتی میخواییم درباره یه مفهومی صحبت بکنیم، درباره یه چیزی صحبت بکنیم که ناشناخته است، اول ماهیت یا اون چیستیش رو از وجودش جدا میکنیم. اینجا ما منظورون از ماهیت رو خیلی رقیق کردیم، یعنی ماهیت به معنی دقیق و فلسفی مد نظرمون نیست، یه معنی خیلی رقیق و فعلا مد نظرمون نیست. ما وقتی میخواییم درباره هر موضوعی صحبت بکنیم، مثل فلسفه دین که میخواد درباره دین صحبت کنه، باید بیاد اون مفاهیم اصلیش مثل دین، مثل خدا اینا رو توضیح بده. و اینجا اولین کاری که میکنه میاد سراغ مفهوم خدا، چون دین رو قبلا توضیح داد. وقتی میاد درباره خدا در واقع این سوال رو میپرسه، دیندارها ادیان توحیدی چه تلقی از خدا دارن؟ و فرضمون است که ما هنوز لابه شرطیم نسبت به اینکه چنین خدایی وجود داره یا نه، کاری به وجودش نداریم. میخوام ببینیم که دیندارا وقتی میگن خدا چه مفهومی تو ذهنشون میاد. و بعد گفتیم که این مفهومه چون داره از پرستش شکل میگیره، باید کمال مطلق باشه. البته من اشاره کردم که خود این مفهوم پرستش ممکنه گیر و گور داشته باشه. البته داخل پرانتز بگم، فیلسوف‌ها با این مشکلی که ما اونجا گفتیم مواجه نمیشن، چون فیلسوف‌ها دغدغه پرستش رو ندارن لزوماً. طبق اون تفصیلی که بین خدای ادیان و خدای فلاسفه دادیم، خدای فلاسفه خدایی که قراره که مکانیزم عالم رو توضیح بده، قراره که هستی عالم رو توضیح بده، من خود اصلا اون مسئله با پرستش شروع نمی‌کنه. اون میاد میگه که مثلا فیلسوف میاد میگه که ما یه سری ممکناتی داریم، این ممکنات علتی لازم دارن، علت باید واجب باشه،
و اون واجبه باید کمال مطلق باشه، از صرف وجوبش میرسن به کمال مطلق. یعنی مسئله پرستیدن و اینا اصلا نداره. یعنی الان شما اگر یه کتاب کلام امامیه مثلا بردارین و ببینید که چجوری داره خدا رو اثبات میکنه، معمولا هیچ ردی از مفهوم پرستش رو تو ابتدای کتاب که داره واجب الوجود رو اثبات میکنه نمیبینید. معمولا اگر هم قرار باشه بحث پرستش و عبادت و عبودیت و اینا مطرح شه، توی بعد از اینکه وجود خدا اثبات میشه و اینها در مورد صحبت میکنه. و بعد گفتیم که وقتی کمال مطلق محل بحث قرار میگیره، کم کم صفات دیگه‌ای که صفات کمالی هم به خدا نسبت داده میشه، ایومیت خدا، عرضم به خدمتون چیزایی من ببینم چشم هم نمیبینم، ایومیت علم مطلق، ضرورت هم واجب الوجود بودنه، عرضم به خدمتون که علم قدرت خیرخواهی و این هاست، و مسئله حالا سرمدیت هم میادش توش. بعدتر حالا شاید یه فرصتی پیش بیاد که من توضیح بدم چجوری فلاسفه بدون تمسک به مفهوم پرستش و صرفا با مفهوم وجوب و امکان و اینها تمام این صفات رو اثبات میکنن. ولی اجمالا اگر خودتونم یه کتاب توضیح الهیات ببینید، خیلی راحت میتونید ببینید که چی کار میکنن. خب بحث تموم شد، اگه کسی سوال و نکته‌ای داره من در خدمتم. خب آیه علمی اول یعنی چی با علم خدا در تناقضه؟ تو نکته تو سوالتون رو فقط میدونید داستان اینجوریه که من نمیدونم میتونم میکروفون براتون روشن کنم یا نه. الان آیه علمی میکروفون، درخواست میکروفون دادیم. خب ببینیم، من چون با گوشیم نمیدونم بتونم میکروفون روشن کنم یا نه. اون بذارید ببینم اینوری بکنم میتونم. اگه بنویسین که طبعا بهتره، چون اینجا یه حالتی هم میتونه این باشه که من ببینم لپتاپم وصل شده. حالا شما فعلا بنویسید. من نمیدونم این امکانه، یه امکانم میگم هستش که من یه لحظه از کلاس برم بیرون با لپتاپ وصل بشم و ببینم که اون مشکل داره یا نه. من یه لحظه میرم بیرون دوباره میام. خب الان صدای من دارین؟ الان صدای من دارین؟ آیه علمی بفرمایید، میکروفونتون روشنه. صدای من هست؟ بله 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 بفرمایید. مسئله اختیار، اینکه خداوند از زمان خارج میشه، بخاطر اینکه مسئله اختیار انسان همچنان یعنی مشکلی باش نداشته باشیم و خب این تا حدی حل میشه. ولی وقتی مسئله علم خدا میاد تو تعریف آخرش که مسئله علم مطرح میشه، میگیم که خداوند نسبت به هر مسئله در زمان خودش عالمه. یعنی اینجا ما در تعریف علم خدا رو به زمان محدود کردیم. نه دیگه، اونجا که شما قائل میشید خدا ورای زمانه، دیگه این تعبیره تغییر میکنه. این تعبیره بذار من اون موقع ترجمه دیگه ببینید، اون موقع تعبیرمون از علم مطلق تغییر میکنه. ببینید الان این یعنی علم خدا نسبت به زمان پیری ما در همون لحظه پیری ما اتفاق میفته. نه دیگه، نه دیگه. ببینید این تعبیر علمی، این تعبیری که الان هست اینجا میبینید، این تعبیر تعبیریه که خدا هنوز در زمانه. خب تعریف اختیار میشه در زمینه اختیار معنی میده. نه، این الان عالمیت رو میبینین،
تعریف عالمیت خداوند در هر زمان نسبت به جمعی قضایایی که در آن زمان صادقان آن زمان یعنی همون لحظه آره یعنی خدا تمام گزاره هایی که در پی یک صادق است رو در تی یک صادق است رو میدونه اینجوری ولی این مسئله کاملا زمانیه یعنی چی؟ اینجا وابسته به زمان میشه اینجا با این تعبیر اما اگر شما بیاین تو اینجا توی اینجا تو مفهوم سرمدیت بیاین خدا رو خارج از زمان بکنید موقع باید منظورتون از عالمیت رو هم تغییر بدید تعریفتون از عالمیت چی میشه؟ عالمیتون اون موقع تعریف مفهوم از عالمیت اون استعاره که گفتم اون کمک میکنه یعنی منظور از عالمیت یعنی تمام گزاره هایی که در همه ازمنه صادقن رو در آن واحد انگار داری میبینه ولی این پس نکته ریزش رو بگم شامل اون هم میشه آره شامل اون هم میشه یعنی من الان ایدمی نیستش که بله این اینجوری نیستش که اختیار رو کلن حل میکنه مثلا نیستش که اختیار رو کلن حل میکنه مثلا اینه که یه مشکلی در اختیار ام دو تا تعریف مختلف ما از زمان و خدا داریم تو اونجا این صادق میشه تو اونجا اون یکی صادق میشه با اینکه باید تعریف جامل واسه دو تاش داشته باشه بگم من الان یه مشکلی ما توی علم پیشین داریم که به علم خدا در تی یک بستگی داره که خدا در تی یک بداند که یک پدیده در تی دو اتفاق افتاده خب اتفاق می افتد این داستان این بحرانه که اصطلاحاً بهش میگم مستر آرگیومنت خب که بعداً ارجاع اگه خواستید بهتون میدم ببینین این مسئله حل میشه نه اینکه کل مسئله علم پیشین و اختیار حل میشه من خاطر اونجا گفتم که این بحثی سه جزئیاتی داره که الان نمیشه گفتش اینکه خدا رو خارج از زمان میکنه مسئلهش این میشه دیگه علم خدا به مثابه علم و معرفتی که مستلزم چیه مثل علم بشر که من میدانم که پدیده اینها نمیشه اصلا نسبت علمی خدا تغییر میکنه علم اصلا مفهوم علم با اون مفهومی که ما الان از علم مد نظرمونه کاملا تغییر میکنه به همین خاطر گفتم اگر اینجا شما بیایی بگی خدا فارغ از زمان و مکان زمانه و کاملا خارج از زمانه ناگزیر باید بیایید این تعریفتون از علم عالمیت رو تغییر بدید چون علمی که خدایی که کاملا خارج از زمان باشه علمش متفاوته با خدایی که در زمان باشه اصلا دو تا مفهومه چیه؟ علم الان چطور تعریف میشه؟ من نمیدونم چه جوری تعریف میشه این که شما وقتی خدا رو خارج از زمان میگذارین ممکنه مثلا برن اون حضور رو مجردن اند مجردن رو از این چیزها تعریف کنن من کاری به اون ندارم که اون چجوری تعریف میشه میگم الان از منظر اینها این یه گوشه ای از اون مسئله علم پیشین رو حل کرده این چیزی که اینجا هست ولی من با شما موافقم که این لزوما مسئله رو به طور کامل حل نمیکنه و همچنان میشه انقل تاورد که علم پیشین با چیز تعارض داره با اختیار انسان همچنان میشه ولی میخوام بگم این راه حل نیومده حل بکنه این راه حل دغدغش حل اون نیست دغدغه این راه حل اینه که من چجوری مفهوم سرمدیت خدا رو تعریف بکنم به گونه ای که منافاتی با کمال مطلق بودن خدا نداشته باشه یعنی اصلا مسئله علم مطرح نیست اما از تبعش ممکنه یکی از اون استدلال هایی که برای تعارض بین علم پیشین و اختیار بوده که من گفتم مستر آرگیومنت و این هاست اون زیر سوال اون زیرا به اون خورده بشه اما به این معنی نیست که تمام اون مسئله رو حل کرده من اون روشن شد منظورم؟ بله خب من پیشتر سوال هم بود که چرا در هر مسئله تعریف جدا با میانی؟ نه الان مسئله در مسئله نه الان تعریف جدا نیست که شما در نهایت باید بر تمام اینها یه انسجامی داشته باشید ایده اصلی اینه شما اینجا توی این عالمیت این تعریف رو دارین خب و بعد در سرمدیت این تعریف حداقلی رو دارین تموم شد حالا
میادش داخل پرانتز یه نکته میگه، میگه من شاید بتونم یه تعریف حد اکثری درباره سرمدیت بدم که اگر این تعریف رو بدم ناگزیر باید برگردم جاهای دیگه هم رو دستکاری کنم، اونا رو عوض بکنم. اینجوری ببین ماجرا رو، نه اینکه اینجا یه تعریفی میده اونجا یه تعریف دیگه. اینجا این تعریف رو که میده تبعش این که اینجا توی سرمدیت چون اون نظر حد اقلی رو باید بپذیری، بعد میگه شاید من بتونم اون نظر حد اقلی رو یه ذره دستکاری بکنم، یه نظر حد اکثری داشته باشم، اما اگر اون نظر حد اکثری داشته باشم رابطه بین خدا و جهان یه مقدار تغییر میکنه. مثلا چی؟ الان شما احتمالا به این التفات ندارید که اگر این تعریف رو اینجوری بپذیریم اون موقع توی خالقیت هم دست برده میشه، یعنی باید توی مفهوم خالقیت هم یه دستکاری بکنه. خب میخوام بگم این دستکاری که توی اینجا میکنه که میگه من این رو حد اکثری در نظر بگیرم تو سرمدیت، به این معنی نیست که اینجا این گرفته اونجا همچنان عالمیت رو همون تعریف میکنه. اگر اینجا شما از نظر حد اقلی به نظر حد اکثری شیفت بکنید ناگزیرید که برید جاهای قبل هم یه بار بازنگری بکنید. درست شد؟ حالا امیدوارم که مفصل توضیح. البته من با شما همچنان موافقم که این مسئله انقدر بغرنجه که با این تغییرات حل نشده هنوز. چون بیشتر این سوالی که معمولاً تیم‌ترینات هم میشه اینی که به هر حال خدا نسبت به آینده ما اگر ابداش داشته اختیار در تناقض، اگر نباشه خب راجب به آینده خدا خدا در تناقض. اینجا باید تعریف ما داشت دوتاش حل کنه. خب اگر با یه تعریف میشد دوتاش رو حل کرد که همون اول حل میشد، یعنی تبدیل به موزل بغرنج نمیشد. این بغرنج بودنش یعنی این که نمیشه با یه تعریف انگار حلش کرد و باید خیلی مداقه کنن، سالها و قرنها باید باش کردن جار برن. ولی اجمالا دربارش خب خیلی بحث شده دیگه، من خیلی چون تخصصی درباره این قضیه علمی پیشین کار نکردم خیلی بلد نیستم، ولی چند تا منبع مثلا چه سراغ دارم. باشه بیا خواهش میکنم. خالقیت اگر لامن شیء باشه و نه خالقیت به ضروره، انفکاک میان خالق و مخلوق. الان دارید این نکته‌ای که گفتم رو میگین؟ الان این نکته‌ای که گفتم که اگر این اتفاق بیفته چی میشه؟ ببینید اگر ما یک ساعت بشری و ساعت الهی داشته باشیم، خب ساده ترین رابطه بین اینا رابطه علیه، تا مثلا معجزه، تا مثلا زبان دینی، اینا مفاهیمی هم که داره بین این دوتا رابطه برقرار میکنه. اگر شما میخواید بگید که چرا خدا ممکنات، چرا فلاسفه دنبال اینا این که بین این دوتا رابطه برقرار کنه، در واقع دارید میگید که اصلا چرا فلاسفه دنبال اینا این که بگن ساعت الهی علت مثلا ممکناته. اگر این رو بگید خب این حرف خب واضحه که غلطه دیگه. فلاسفه از این حیث اساسا رفتن سراغ ساعت الهی که اون رو ساعت علی برای ساعت ممکنات می‌دونستن، و اگر اون ساعت رو کاملا منفک بکنین شما در برای بیان علیت اون به مشکل می‌رسید. و حالا تا بقیه مفاهیم دیگه مثل معجزه و مثل حتی خالقیت، خالقیت هم اینجوریه. نورو جون یه ذره الان خانم بسیری این توضیحی که دادم روشنگر بود؟ نکن نورو بابا جان. چرا؟ یه دو تایپ میشه. بفهمید. سلام. سلام علیکم. بفهمید. میبخش. من خواستم بگم که اصلا اگر در چی میگن فضای فلسفی تکلم نکنیم، توی یک فضای دیگه ای درباره رابطه خدا و خالق و مخلوق صحبت کنیم که نخواهیم اون استلزامات فلسفی رو داشته باشیم، انفکاک میان خالق و مخلوق اهمیت چندانی بله. اگر مسئله فلسفی نباشه که خب طبعاً بحران فلسفی هم براش ایجاد نمیشه دیگه. به واسطه این دارم این حرف رو میزنم که ما داریم دیدگاه خدا باوران رو بررسی میکنیم و ناباوری الزاماً به مسئله این نیست که این خدا این ربطی به خدا بابا جان اونها رو نزن، این ربطی به خدا باوری خدا ناباوری نداره ها. یعنی ممکنه شما خدا باور باشین ولی دست همچنان الان شما تو سنت اسلامی
مسئله همین چیز رو دارین، الهیات تنزیهی، الهیات سلبی دارین. این مفهوم خداباورند ولی معتقدند که رابطه زبانی با ساحت الهی، نورا جان بابا جان دست نزن، با ساحت الهی قطع، رابطه مفهومی. این توی حالتی ممکنه که رابطه علی هم بشه، یعنی تو رابطه علی هم این مشکل و تعارض وجود داشته باشه. مثلا کجا؟ مثلا توی اصلا یکی از بحران‌هایی که بعد از فلسفه مدرن مطرح میشه برای خداباوری همینه دیگه، که شما رابطه علی رو نمیتونی توضیح بدی. باید اگر قبول داری که خدایی وجود دارد، باید بتونی رابطه علی رو توضیح بدی. صرف این که خدا وجود دارد حل نمی‌کنه این رابطه علی رو که. ولی اگر شما بگید که من پیش‌فرض گرفتم که خدا وجود دارد و خالق است و فلان و بهمان، میگم خب اگر این حرف رو هم بزنید، اون وقت دیگه بحث فلسفی نیستا. یعنی مشخص بکنیم که زمین بحثمون اون موقع دیگه فلسفی نیست. و اون موقع بله، برای زمین بحثی که فلسفی نیست، بحران فلسفی هم مطرح نمیشه دیگه طبعا. درست. یعنی اگر حالا یه بار دیگه بگم، اگر احیانا مسئله ما مسئله کلام باشه، کلام درونی نه کلام فلسفی، اگه مثلا اون کلام درونی باشه، به نظر من عمده مسائل اصلا طرح نمیشه، به راحتی میشه اینا رو جواب داد. ولی وقتی مسئله فلسفی میشه، کلن مسئله رو باید کاملا فلسفی ببینیم دیگه. یعنی ببینیم که وقتی شما ساحت الهی رو میپذیرین، اون ساحت الهی چه جوری داره توضیح میده این نسبت بین حالا اجزای عالم رو. و نکته خیلی مهم هم اینه که این بحث فلسفی که من میگم کاملا مقدمه بر تمام اون بحثایی که شما میگین. چرا مقدمه بر اون بحثا؟ چون فهم ما از مفهوم علیت، فهم ما از مفهوم خالقیت، فهم ما از مفهوم معجزه، فهم ما از زبان دینی، یعنی کلامی که توش ارجاع داده میشه به ساعت الهی، همه منوط به اینه که متافیزیک دینیتون رو قبلا چجوری شکل دادین. اگر متافیزیک دینیتون قبلا کاملا منفک باشه، شما دیگه نمیتونید مثلا بگید که زبان من داره خدا رو آنگونه که هست مثلا حکایت میکنه. مثلا خب دیگه سوال و نکته دیگه. دیگه حرفی چیزی نیست. اگر